دوستان گرامی سلام عرض میکنم حضور یکایک شما آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا هستین به صحت سلامت باشین جور و خوش آرام باشین سجی هستم برنامه مره از طریق تلویزیون افغانستان تماشا میکنین همچنان برنامه رو میتونین به صورت زنده به صفحات فیسبوک افغانستان تیوی پیج و سجی کامرانی پیج متاسفانه به صفحه که شما دوستان رو هستین نمیفهم که فیسبوک چرا نمیگذاره که من شیر کنم به ای اساس کسایی که میخواین علاقمندی دارین که امرای ما به برنامه باشین میتونین که به صفحه عمومی ما بیاین که سجیه کامرانی پیج است. خب شما عزیزایی که در فیسبوک هستین ما ببخشیم که من اکترای تگام کنم که اگر من بتانم ایر شیر کنم به صفحه نمیفهم یک چیزی که ما متوجه شدیم ناظرینایی که در فیسبوک هستن متوجه زمین نمیشن که برنامه ما از طریق صفحه عمومی ما پخش میشه و ای اساس اگر شما لطف کنین مهربانی کنین و به صفحه عمومی ما برین بسیار کار خوب میشه فالو کنین که برنامه وقت شروع میشه بر شما بیایه که شما بتانین برنامه را ببینین. خب در افغانستان خب میبینین که چی فساد است چی مارکه است و دومین روز کاهش خشونت در افغانستان که البته ای بر افروز است منتها ما آرزوی ما ایست که ای افروز نباشه به میلیون ها سال کاهش خشونت در افغانستان باشه دیگه مردم خشونت را نبینند دیگه مردم انفجار و انتحار را نبینند دیگه مردم ای بدبختی را نبینند و با آرامی زندگی کنند با صلح و صفا زندگی کنند نفس راحت بکشند مثل که ما و شما در این دنیا هستیم و در این خارج صد سلام بروی ماه هر کدام شما نازنینا بسیار دوست دارم که اول این مسیجای شما رو ببینم خندولکا فرشته جان بهار گل عزیز نازنین ما قربانت یک دنیا تشکر زکیه جان مریم جان هر کدام تان عنایت جان پوپزی اینمی که امروز موضوع پروگرام ما امی رفیع الله امینی شرافت پروانی میگه چشه چی میگه من نمیفهم اما یک چیز در مورد این جوان که ما آهنگاش شنیدیم بسیار بسیار مقبول میخوانه واقعا یک آوازخوان فوق العاده است آهنگاش هم بسیار زیاد دوست دارم همیشه میشنوم و امید است که یک مصاحبه امروی آقای پروانی داشته باشم خب روز پنجشنبه روز مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی است آل شما عزیزایی که در فیسبوک هستین یا هموطنایی که برنامه رو میبینین شما در مورد همین مراسم تحلیف عبدالله عبدالله چی نظر دارین؟ خب هم یک حکومت و اصطلاح حکومت خود اعلان کرده که البته بسیار افتضاحی بسیار جای تاسف است که افغانستان آل دو رئیس جمهور داره این بسیار خنداور هم است این افتضاح برشان مبارک باشه این بینی بریدگی بره از اینا مبارک باشه اصلا غیر قابل باور است که یک آدم رئیس جمهور یک آدم دیگه در یک گوشی دیگه میره خود اعلان میکنه به ایسی رئیس جمهور موضوع برنامه امروز البته اعلام نتیجه انتخابات نهایی افغانستان است که ما کوشش کردیم که یک مرور به می هفته که گذشت با کلیپ های اشرف غنی دکتر عبدالله عطا محمد نور والی های جدید البته بر شما تدارک دیدیم به خاطر از اینکه بسیار موضوعی مهم است اینا به یک نوع میتونن میخواین که افغانستان به بحران ببرن این کار بسیار اشتباه است شما بیاین که ما اول شروع میکنیم از صحبت های رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی آل دوی پس رفته بسیار میبخشید خب اول میخوایم که روزی که اشرف غنی را اعلان کردن که رئیس جمهور افغانستان است و این یک اندازه صحبت هایی کرد که یک اندازه صحبت هایش بر شما میگذارم و به تعقیب از او صحبت های دکتر عبدالله را میگذارم که عبدالله دکتر عبدالله چقدر مخالفت کرد
اماتن عزیز، وقتی گفتم که لینا رو باز میکنم، باز لطف کنین زنگ بزنین، آل زنگ نزنین. خب میریم صحبت های اشرف غنی رو یک دو سی دقیقه میشنویم، به تعقیبش صحبت های دکتر عبدالله رو. بعد از او باز شما میتونین که بیاین، البته بعد از او از عطا محمد نور، بعد از او باز شما میتونین که بروی لین بیاین و نظراتتان رو بگوین. به خاطر از اینکه به بحران کشیدن یک مملکت کار درست نیست. اینا یعنی چی میخواین؟ امی والیای نو مقرر کردن. خب البته در جریان برنامه در برابر موضوع هر کدام از اینا صحبت میکنیم. اول بین که بریم صحبت های اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با هم یک جا نگاه کنیم. با ما باشیم. باشیم که من یک پرابلم میبینم در اینجا. کی پرابلم چی است؟ یک ثانیه بسیار معذرت میخوایم. خوبی کلپ میره آل دوی بک میره. باشیم که من دویشه پیدا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بانوی اول کشور، برادر گرامی امرولای صالح، معاون اول تیم ریاست جمهوری منتخب، جناب استاد دانش، برادر گرامی معاون دوم انتخاب، جناب غزنفر، بانو گیلانی، تمام خواهرها و برادرها، تمام اعضای تیم بیروز، لملایت طول دی خدای جل شانهونه مننه کو چې د اساسی قانون په اساس د افغانستان د ولس د آزاد اراده په اساس نن دا بریا د جمهوریت د افغانستان ولس ته ورکړه. دا بریا یوازې یو انتخاباتی بریا نه ده. دا د اسلامی جمهوریت د افغانستان بریا ده. دا د افغانستان د ولس د اراده بریا ده. د اسلامی جمهوریت ډېرو دسیسو سره مخامخ و، نن د دې دسیسو باندې مبارکي درته وایم. ما اینجا پیروزی را نه تنها با رای و استادگی مردم ما به دست آوردیم، بلکه آن را از کام دسایس بیرونی نیز بیرون ساختیم. پاینده باد جمهوریت اسلامی افغانستان. زنده باد شهروندان قهرمان افغانستان. زنده باد زنها و مردایی که به صندوق انتخابات رفتند. زنده باد از جوان و پیر و طفل که انتخابات را به پیروزی رساندند. جمهوریت یعنی صدای مردم، رای مردم، حق مردم، یعنی حراست از کرامت انسانی زن و مرد افغان. بخوام همیشه دی توری یادونه کوله، دا تر طول و لویه توره ده. پس من پیروزی را، پیروزی مردم را برای مردم تبریک میگویم و من حیث خادم اول این کشور با تیم متحد ما لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه از حقوق حقی مردم افغانستان دفاع کردیم. ما تا چاویا زینم را باندې مهربانی کوله و ایستړی بسی
دولت به خدمت که بستر جان نی ایموک چلن داده چه هر افغان بل افغان سره مساوی ده زکه هر افغان ته غیګه ورکو هر افغان ته وایو ښه راغلاست آغوش جمهوری اسلامی افغانستان آغوش حکومت افغانستان برای تمام ملت افغانستان برای همه کسانی که به این نظام اسلامی باور دارند باز است ما خب بیننده عزیز یقینا که ما شما کلیپ را که اعلام نهایی نتایج انتخابات بود یقینا شما دیدین من هم در صفحه فیسبوک گذاشتم خب طرفدارای اشرف غنی هم بسیار زیاد است اینال میریم به می 4 دقیقه که اشرف غنی را گذاشتیم میریم صحبت های دکتر عبدالله را بشنیم که عبدالله در مقابل امی نتیجه که اعلان شد چی مخالفت داره چی میخواید شما کسایی که در فیسبوک هستین از این دو نفر کدامش یعنی میپسندین که رئیس جمهور افغانستان باشه شما باید ما باید بر شما بگویم که من نه طرفدار عزیزم و نه طرفدار عزیزم من فقط میایم برنامه اجرا میکنم من طرفدار رئیس جمهورا نیستم از رئیس جمهورا گریز کنین ببینین که چی حال از چی رشخندی را انداختن چی بینی بریدگی را انداختن بیاین که بریم صحبت های دکتر عبدالله را بشنویم من برمیگردم باز هم حضور شما میباشم ما بایس تیم مسئولیت پذیر تیم ثبات و همگرایی تمام کوشش های خود کردیم و تمام وقت لازم گذاشتیم و تمام حوصله‌مندی لازم از خود نشان دادیم تا باشد که پروسه در مطابقت با قانون و با مقررات کشور با شفافیت و با در نظر داشت عدالت پیش بره میدانین هموطنان ما امروز آگاه هستند همه که در مورد 300 هزار رأی که شامل آرای مشکوک بود شامل آرای که در خارج از وقت استفاده شده بود شامل آرای غیر بایومتریک بود تصامیمی گرفته شد که کاملا در مغایرت با قانون بوده و هیچ مبنای قانونی نداشت و نداره بر همین اساس نتیجه را که امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات کودتا بر مردم سالاری خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود از اساس از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می دانیم اونایی که در کمیسیون ها در بدر پول تطمیع و یا هر شرایط دیگه به این پروسه ملی خیانت کردن واقعا خیانت ملی را انجام دادن و و فراموش مردم افغانستان نخواهد شد از همه اونهایی که به مردم سالاری باور دارن با آینده سالم کشور باور دارن به حقوق شهروندی باور دارن به تعیین سرنوشت از طریق رأی و اراده مردم باور دارن تقاضای ما از واییست که امروز در برابر تقلب استاد شوند و همونطوری که ما نپذیرفتیم این نتیجه تقلبی را اونها هم نپذیرند موقف ما در همه پروسه های ملی ناشی از خواست مردم افغانستان بوده در پروسه صلح همیشه ما خواهان صلح پایدار و با عزت بودیم گفتگوها را با مخالفین اما طوری که در گذشته بدون قید و شرط وعده سپرده بودیم در این موقف ما تغییر نامده و یک بار دیگه این موقف خود را تکرار میکنیم ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود را اعلان میکنیم
هموطنان عزیز، کی بود دکتر عبدالله عبدالله؟ صحبت های خوب اشرف غنی را هم شنیدین، صحبت های بد دکتر عبدالله را هم شنیدین، کال میخوان که هر عجم رج در افغانستان بیرن. خو یک مرور کادم بکنه که اشرف غنی برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد، عبدالله عبدالله هم خود برنده اعلان کرد. یکی خود برنده میشه، یکی خود برنده اعلان کرد و ای در فکر یک حکومت همشمول است. من چه بی مانای همشمول نفهمیدم. همشمول یعنی چی؟ حالا در دولت امیال که غنی رئیس جمهور افغانستان شده، طرف دست راستش یک معاون است که از پنجشیر است، طرف دست چپش یک معاون دومش از هزاره است. حالا شما در امو محفل که میبینین که از هزاره و ازبک از هر جای است، حالا همشمول چی است؟ من نفهمیدم که همشمول چی است، منظورش از همه شمول چی است. چیزی که بسیار زیاد تعجب آور است و چیزی که بسیار باعث تاسف است، حامد کرزی است. حامد کرزی مداری، رئیس پیشین افغانستان، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به عوض از اینکه وساطت کنه، به عوض از اینکه به یک باعث یک آدم کلان بره با دو نفر گپ بزنه، به عوض از اینکه با دکتر عبدالله گپ بزنه که او برادری نمی، قانون انتخابات است که یک آدم میبره، یک آدم بازنده برنده تبریکی میده. این چی میگه؟ یا چند دقیقه بعد زنگ بزنی. حامد کرزی چی میگه؟ که والا اینمی انتخابات از طرف خارجی ها تعمیل شده. حامد کرزی، اگر از طرف خارجی ها تعمیل شده یا اگر از طرف خارجی ها تعمیل نشده، زمانی که تو رئیس جمهور شدی اونمو ها اونمو زمان هم از طرف خارجی ها تعمیل شد. خارجی ها تو رو تعمیل کردن سر مردم افغانستان، سر ملت افغانستان تو رو رئیس جمهور ساختن. چرا چتیات میگی؟ چرا به ایسی اکلان نمی وصل نمی کنی به عوض که فصل می کنی؟ همیشه فصل همیشه فصل کرده می نی. این می گپای منفی که می زنی. بازی طالبای آدم کش آدم خورد، بازی نا هم یک اعلامیه صادر کردن و گفتن که این پروسه انتخابات یک پروسه جعلی بود، یک پروسه نمی فهمم نمایشی بود و خاک به چشم مردم زدن بود. هلو، هر کسی که در مسئله انتخابات گپ می زنن، در مسئله امی اعلان نهایی گپ میزنه، کل از اینا هم از اینا جنایتکار وحشی غارتگر وطن فروش چیز چار ای بشرعی این امینا هستن، مگر نیستن؟ بسیار به معذرت. طالبا کی هست؟ طالبا آدم خورا هستن، طالبا آدم کشا هستن، طالبا در سالهای گذشته مردم بیگناه رو کشتن. ای که امریکا به هر دلیل که هست امریکا هست دیگه، امی دکتر عبدالله و اشرف غنی و از الف تا بیا و از رئیس جمهور گرفته تا پیاده، ماش پول همه چیز امریکا میده. قیزه به دست امریکاست، چیز که امریکا بخواه اونو موره میکنه و امریکا میفهمه که چی رقم امرای شما گیم بازی کنه. شما سادای پیاده خوی گپا رو نمیفهمین، در اون فکر گذشته هایتان هستین، در اون فکر قدرت و زرندوزی تان هستین، مگر اینا میفهمن که چی گیم را با شما بازی کنن. همین مسئله خشونت افروز، خشونت کایش، خشونت بعد از او باز مذاکره. استاستا میخواین که اینمی طالبا را داخل اینمی نظام بسازن. امکان داره که اشرف غنی به عیسی یک سمبول باشه، به عیسی رئیس جمهور، تمام قدرت به دست طالبا بیایه. امکان داره. چرا یک اماتن ما برمه یک نوشته روان کرده بود، مگر من چون هر قدر که پالیدم در اینترنت نیافتم، فقط امو یک نوشته بود در بی بی سی بود که یک انگلیسی باشین که اگر من میره پیدا کنم براتون بخونم جالب است. اماتن عزیز بدتر زنگ بزنین، باشین که من اگر امکان داشته باش که من پیدا کنم براتون بخونم جالب است. شما متوجه از این گپا باشین که اینا خواب میبینن؟ خواب نبینین دیگه، برین بانین مردمه. خب در اینجا نوشته شده باشین که یک نفر به نام مایکل سامپل نوشته شده که طالبا، البته طالبا به افراد خود گفتن که بعد از خروج امریکا کنترل دولت افغانستان را به دست میگیرند. مایکل سامپل معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا به افغانستان و کارشناس این مسائل طالبا میگوید طالبا به افراد خود گفتن که امضای توافقنامه با امریکا برای صلح نیست، بلکه برای پیروزی به آنهاست. او در گفتگو با بی بی سی گفت که این زبان خصمانه که طالبا اختیار کردن
گفتگوها برای صلح دائمی و مذاکرات بین الافغانی را دشوار خواهد ساخت. مایکل سمپل گفت چیزی که آنها به مردم خود گفتند این است که ما به پیروزی بزرگی در برابر آمریکا دست یافتیم و گفتند که مراسم امضای توافقنامه مراسم صلح نیست بلکه اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است که پس از آن طالبان کنترل دولت افغانستان را در دست می‌گیرند. اگر در هفته آینده قرار باشد گفتگوهای صلح انجام شود به این گفتگوها بسیار خب این ما به این باکس ما یک هموطن عزیز من گذاشته بود که من این بر شما خواندم که چقدر این باشین که پس برم به سفر امرای شما کنک چقم یک چاشم هموطنهای گل عزیز نازنین. اوکی خب بر صورت اینال بین که یک مرور به هفته گذشته دکتر عبدالله و کردیم و صحبتهایشان هم شنیدین. خب اگر شما علاقمندی دارین که حالا میخواین که در مورد امی مسئله صحبت کنین بیاین برای خط صحبتهایتان رو بگوین. در غیر از ما باید برم با کلپای دیگه با والیای خودخوانده با والیایی که از طرف عبدالله مقرر شده از طرف تیم ثبات و همگرایی. ولو عجب بی حیا مردم هستین و خدا آنقدر بی حیا هستین که در قطعی اتار نیست. خب به هر صورت اینال من میرم که یک ببینین وطنهای عزیز عطا محمد نور بسیار بسیار مخالف اشرف غنی بود به می سالها بسیار مخالفت کرد اما یک زمان میرسه که یک انسان میای میشینه و حقیقت میگه. حالا مثلا امی آدم در مورد از این که خب باشیم که دو سه تلفن بگیریم که هموطنهای ما چی میگه. بله بفرمایین برای خط هستین هموطن گل. بله خانم سجیا سلام علیکم روزتان بخیر خوب هستین. سلام هموطن گل شما چی حال دارین خوب هستین بفرمایین. تشکر امی روز به واسه بیرین شما را و تلویزیون شما را فعل داشتین. بله من یک تن تیب میگم خدا کنه که قطر نکنید نی قطر نمی کنم تا جایی که افت کلام من راحت کنین تا جایی که بید از کل چیز من راحت نکنم آقا سجی من از شما یک سوال میکنم بله امی نفوذ افغانستان چند میلیون است؟ در حدود 34 گفتن 34 تا 35 میلیون خب چند میلیون نفر رای داره؟ زیر بله یک میلیون مردم نفر دیگه رای نداره نه بله 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 شما میگینم یه اشرف غنی در این جمهور شده و چیز کامیاب شد و پیرو شد نه ما خب چیزی که در افغانستان اعلان کردن مامورم میگم قراره که اعلان کردن رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی است فعلا و دکتر عبدالله اعلان حکومت کرده ایره ما خو از شما میفهمین ایره ما میفهم که اعلان شده ایره خو منم هم نمیم که اشرف غنی رئیس جمهور شده خو اعلان هم برتان بله وقتی که ملت افغانستان نمیخواهی این با تقلب اومده رئیس جمهور شده ملت افغانستان که ملت افغانستان همی چارکلایی که یک جای شده نمینه هستن؟ نه ما چارکلا رو برد نمیگم شخص ما خود نمیخواهی بشه آه شما کابل جای من آها از که در کابل زندگی کنیم وقتی که چلی خود چطور کرده که چلی پنج هزار اردوی ملی در پولیس ملی در امنیت ملی در شهید کردیم ما این رو نمیخواهیم که منایی صدای جمع رو باشه و اما اون رو من برزی آدم رای هم نمیتم خوب هموطن عزیز هموطن گل نظر شماست شما به این دفعه میگم من ما بر شما میگم که من به نظرتان احترام دارم هر چیزی که میگین خلاص درست ایگنور شما دفاع از این نکنید نمی کنم دفاع نکنیم و تومت نکنیم دفاع نکنیم نه ما دفاع نکنیم تشکر برادر گل از تلفنتان ما دفاع نمی کنم بله بینیدی عزیز بری خط هستین خواهش میکنم بفرمایین سلام چی حال دارین خوب هستین نه گفتم اشرف غنی در روزی که راجع به کامیابی خود صحبت میکرد گفتم صحبتایش ببینین که در مورد خود چقدر خوب گپ میزنه و بعد از دکتر عبدالله که مخالفه اعلان بود صحبتای ازی رو بشنوین شما یک قسمت از اول میگیرین یک قسمت هم از آخر ما بین کمپلیتی نمیبینین بله بله نه
داریم از افغانستان خبر. ببینید عزیز، سعی کنین در امری در انگلیسی میگه don't insult my intelligence، میگه که چی برتان بگویم، یعنی امو فهم و دانایی و شناخت و معلوماتی که ما در راجع به افغانستان داریم شما توهین نکنین. ما از 26 سال به این طرف در مسائل افغانستان وارد هستم، شما شاید دیروزا وارد شدیم، شما نگوین که ما نمیفهمیم، ما میفهمیم. بله شما نابغه ما گل نه، من نابغه نیستم هم وطن گل، مگر ما میفهمیم. سعی کنین در فیسبوک هم وطنای عزیز ما جوانا اینو اینقدر راجع به افغانستان میفهمن که من نمیفهمم. بفرمایید. تشکر خانه شما آباد که مین بری خط نظرتانه میگین. اما تن عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام علیکم سجیه جان. سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بفرمایین. وضعیت بسیار زیاد خوب هم میکنیم، بسیار وضعیت اینال ما بله، چون تمام شرایط دیدیم اینال هم یکا بکنیم و با هر سواره که هر کس داشته باشه ما غنی دفاع میکنم و بسیارت علمی و اساسی چرا کل دورای از اینا را تیر کردیم. مردای از اینا را همی که تقبیر الله اکبر بگه در داخل خانه ها مدر آمده مردم را کش کرد، سرش را میدر قانونی چه کش میکرد. خوب گمش پوشتیم اینا را ما نهیم همی کسی که میگم میگه که دو نفر و پنج نفر در غنی رای داره ده نفر، تو به قانون اساسی میگه وقتی که پروسه انتخابات شد اما تعداد اما صندوق تو حساب کو اکثریت بود 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 در تمام دنیا مرقم است. امیر تام مجلس سنا در هر جایی باشه رای سفید هم است، رای زد هم است، رای اصل هم است. این نی قانون اساسی است، این نی مردم قانون میده. این که با اصطلاح تو میگی که دو نفر آمده است نکنی نفرات باید بدیاد خواهد مردم فرمیده. ما تا تمامش بودیم ما این تو قاطعانه این دنیا آدم به خاطر دفاع میگن که دستش به خون مردم نیست، به خون مردم نیست. نکنیم این جمهوریت جمهوریت جوان هاست، جمهوریت جمهوریت است که کل جوان های اینجا تحسوس کنه و به خون خود از این دفاع کنه و دفاع میکنه. وقتی که عبدالله را تو میگی تو بخون اندپندنت را چی میگه؟ میگه چرا برا عبدالله آمد در اونجا حتی معاششا بخون در اونجا کسی که میگه اینجا برین ببین ببینی که چی میگه عبدالله را که چی دولت ایران چی وظیفه داره برای چون وادی کنه بگو و در قسمت دیگه هر کسی که پیشا من احمد مسعود هم میگم. وقتی که تو در پنشیر هستی دفعه اول گفتی که من تنها بودم من به اصطلاح تحصیل کردم یعنی مردم گفت یکیش طرف من داود نخور خب حالی چرا خفت گرفتی؟ خب بگو یا طرف عبدالله باش یا طرف غنی یا طرف جمهوریت باش یا طرف بربادی مملکت باش. یکو یکو واضح است کنه میفهمه چرا خود خط میگیره حالا همین دولت گپ خودت واضح الان از تمام نمایندگی میکنه یا خلیص یا باشه نبوده شما کارش نداریم. وقتی که اینمین جمهوریت با چی آمد باید از امیخ جوان ها دفاع کنن ما این حاله برای پیش پیش هر کس ایک پیش میشه خدا کنه که عبدالله نگرود از این سرزنی عبدالله و کسایی که زود از امی دولت حرکت کنه خدا کنه که نگرود و دوستم هم باشه دیگه وقتی که خودت گفتی امین در دامت نور عطام آمد نور در چار بایک مزار از معلمی آمد مبارده کن ما دیدیم مبارده شد امیال تمام جمعیت وزید با طرف دارش از همین جوانای سربکس خود پنشیر که میگه شیر با امیال این عبدالله را میخواید چرا عبدالله شما امی بچه ربانی را ببینید چی میگه نگه قاتل مسعود قاتل فضل مسیح عبدالله عبدالله فهیم کروش داود جلال داود کروش خود مسعود
زمانی که در قسمت غرب دریای کابل برای سربم چی بود برای سرزمین بود. تشکرم وطن گل، تشکر از نظرتان. من دوست دارم که امروز نظرات خدا هموطنهای ما با افت کلام در مورد امی دو نفره که بروی صفحه تلویزیون میبینیم که یکیش رئیس جمهور و یکی دیگهش هم رئیس جمهور صحبتایتان کن. تشکرم وطن گل، از تلفن تان یک دنیا ممنون. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکن بفرمایید. سلام علیکم. سلام چیل. میره بای زنده باشین. اول دیگه تبدیکی میگم برای آقای اشرفانی وزیفه ریاست جمهوری افغانستان عزیز ما را و برای تمام ملت غیور افغانستان در کل یک تبریک باشه. یه بار شخص فهمیده و دانا ما نداره، منتها افسوس که در مسائل تئوری بسیار اوشار است اما در عمل از این کده یک چراغ ترافیکی که سرد و سرخ و زفت میشه بسیار اقتدار داره. ما احساس میشیم اگر سرخ است روانه میشیم و اگر زفت میشه افسوس این یک عمل اگه نشان بده. دیگه از آقای عبدالعبدالله که همیشه ما از این اکسای کلی از این دولار عبدالعاز که مثلا کرده است و این وعدت است و چی و چی کل جانی ها و قاتل ها و بطن فروش ها افتن تدرگانتن یا شرم حیان ندارن سینه بریدن ها میخکو بیدن ها برای روسیه افغانستان فروختن نموشتو بکنن ایران چی و چی از اون یک فقرات یا بیعیاتن یا سخنیاتن لعنت خدا بسره. تشکرم بطن، تشکرم. مدام یاد بطن باشه که امریکا یک بطن کنن شاش عبدالله و مبدالله و کل عبدالله و بیالله و بیالله و خراسانی و مراسانی کل ایجا میاد. تشکرم. دونت اخلاقی هم ندارن اینال آمدیم که از یاد تنباش سیده جان از مدوزنه اول خود انتخابات یا نمیخواستن به انتخابات برید سر لخواب ما کردن این که دطالب باز افساس که انتخابات شد نیان نفره خدا جا و جا کدن در کمیته های انتخاباتی است که برین اما اگر چه تلیت را نکنیم باز ما صدر خدا میکنیم بالا میکنیم که بلا تقلق شده. از مدوز اول خدا شاید است که تمام گفت ها زیر پای دیگنی ها سر دیگنی چی با دردگی نخیسته کسی فیصد این هم گرفت اون برخلاف اشرف غنی بابا برو شرمکو ایراکو. تشکرم وطن گل، یک دنیا ممنون، سپاسگزار از نظرتان. من دوست دارم که امروز هم وطنهای ما مثبت و منفی در مورد این دو عالی جناب صحبت کنن، فتح کلام و مراعات کنن. اینمی دموکراسی اینمی است که شما میایین هر چیزی که میخواین بگوین اما با فتح کلام. بله بفرمایین بری خط هستین هم وطن گل. بله و تشکر میکنم عزیز قانونمندی سجیه جان عزیز امان اسلام. او مای گاد آقای ای چقدر دیر بود مسئله هایتا نمیشنم شما من خواهم مشکل خودم معذرت خواهی هم بکنم میشه ولی چون گم زندگی که من چارکران کار داشتم که انگاشته من چیز ناچیز چاپ شدم که اومد از امسال امی روزای جمعه شنبه و یک شنبه بنای فیلی مارکت که خودت آشنایی داری بوتای کنه بار میکنم که دلوام تو دلوام چیز میبرم. امروز خوشبختانه بنای دیروز من نرفتم صادقانه از دین شب وقت ترگن گفتم برو رفتن یا اونجا نرفتم یا چارکران سوزا نکردم فرق نمیکنه ولی من بدیل عزیز هم یفتم که جایی نمیدم که برنامه سایه جان اشتراک کنم بگه این همی تشکر یک چیزی که برای تطمینان میتونم درو هم نمیگم که برنامه های تکرارش خوبی هیچ امکان نداره که من مس کرده باشم شمت مهم روز یک شمبه یک شمش. تشکر آقای کریم. از دقیقا پیش میرم دقیقا میبینم خب مشکلاتی که باید بیزار داریم میبینم و همچنان خودت هم که آفرینت که چطوری دزگاه مهمه این تلویزیون افغانستانه که افتخار نامش شما دارین تلویزیونت داره ای را پیش میبری و حتی اگه اون وقت روی سهنه میبینم که زحمت میکشونی ای درست میکنی ای همه در نظر من ولی من بدون توقع و بدون کدام حرف تشکر آقای کیوان. تشکر آقای کیوان. مگر یک چیزی بود که در این ماهایی که مسئله شما را نشنیده بودم شما بیننده سالها برنامه هستین با مصطلح امریکایی مستان کرده بودم. نه
گفتم خدا کنه خفه نباشین از من. من بلکه خوش هستم، خفهی نیست، آزرده خاطری که در دل من تیلون چیز هست که من بریزار میکنم که چی فکر میکنم آقای کیوان؟ اول خود من خود تمس کرده این درست میگی و این را تشکر میکنم. آزردگی مدعی است که خودت یک مثل که امروز قضاوت آدمانه کردی و زیر به اصطلاح یک سلسله معرفه یکی دو نفر هم قرار گرفتی و ایست که سجیه جان یکی خوب است، یکی خوبتر، یکی بهتر، یکی آلا که میشه به چهار پنج قسم بگی، یکی بد و بدتر. ولی من یک میگیم که امروز فراست شما، علمیت شما باید ببینیم که من بیشتری طالب میگه در حالی که من آزادانه اعلان کردیم گناهگار استم که تا بدین مقدر اسلام به نزول قرآن آقای کیوان لطفا در مورد افتضاحی که در افغانستان هست بگوین. سر فقط وطن دوستی، سر انسان دوستی که خودت داری، این مهم است. شما این صادقانه برات بگویم که خوب از خوبتر تشخیص کردی، غیر از اینکه من هم دل آزرده دارم از اشرف غنی، هیچ وقت از این راضی نمیشیم، یک تعداد زیاده، ولی امروز خوب از خوبتر تشخیص کردی و گفتی که این بهتر از نسبت به کسی که هیچ امکان نداره امریکا و یا جهان جامعه ایرانی من از اینا دیگه اعتبار کنه، آزموده شدن. دیگه حرف اساسی است که جای دیگه هم که من اگه بگویم خیر فرق نمی کنه که از امیر ارتباط نمارش از قاید گفزدام که طالب نمایی یعنی سواد قانه برد بگویم که طالب هم همی فهمم که کیست و طالب هم همی دانم که چیگونه یک موجود ضروری زمین که خود توی را بلاخور میگی یا چیز دیگه بسیار خوب باشی مردار خور باشین آدم خور دیگه من سجیه جان کلا میشنون وضعیتش مرا میشناسن به شمول هم کسی که مالی گپ میزنه و شاگرد من که رئیس سوران دوال زمان بود که مالی گپ میزنه. خب به هر حال ای را من میگیم که نسبتا به ای که افغانستان یک تعداد دزدها لواطکارا معذرت میخوایم از دفت کلام اگر یک نظر بیرون برام که او نیست اینا میاین دولت موازی اعلان میکنن اینا دیروز زمین قدرت بودن، دیروز معاون اول بودن، لواط کردن، زنا کردن، نجیب را کشتار دادن، نمک خوردن، در نمک دانه شکستاندن اینا همه میاین مثل دایه بهتر از مادر سر ملت میگه که ما مردم افغانستان و اگر ببینی اینها همه از یک قماش هستن، همه یک چیره و یک را و یک مکتب. من میگم که اگر کسی انسان باشه، کسی به خاطر قدرت مبارزه نکنه و یا بگویه که من مسلمان هستم که اینا خود مجاهد نگفتن که بیشتر از اشرار نبودن که این آمده تلویزیون های سخترین تلویزیون که تلویزیون خطاب است که در اونجا اشرار گفتن کفر است. بنده اعلام کرد که اگر من چیز دیگه بگویم توف کو در روی من. یک کسی گفت که آقای کیوان صحبت خوب میکنه و علنی را نگویه. چرا که کمونستان و خلقی ها پرچمی های اشرار نام ماندن؟ من گفتم نه، الله سبحانه و تعالی من شر الوسواس الخناس الذی در قرآن نام از اینا را نام برده، اینا شریر هستن. خب به هر حال من حرف نمیزنم، امروز فکر میکنم که یک دولت مرکب معجون عجیب و غریبه که در اونج امریکا طالب همون دفع خود شما آدم خور و همی دولت نشانده امریکا در تبانی هم دیگر میخواهند بکومنده امریکا میخواهند که یک دولت در جور کنه که او تا جای زیاد دیره زیر فرمان پاکستان لعنتی بوده باشه. ای جای افسوس هست و جای خوشی ده ایست که تجزیه کارا جانیارا به حد گم خواد کرد که خودت ایران خواد ماندی که ایراد باز رفتن در کولاب اینا توان اصلاح شدن ندارن. ما بلد به اطمینان میتونم شما همی بروسر لطفا ملت شریف موقتا انتخاب کنین تایید کنین فردا باز گپ میزنیم که از یک جنجال جنگ خانه به خانه شما خلاص شوین. درود به شما سجیه جان، تشکر لطف کردین میربانی کردین و اگر ما نتونستیم خیر ولی برای اطمینان میتونم که من میشنم و اگر جزی
تشکر آقای کیوان گل که بعد از ماها صدایتان شنیدم. بسیار زیاد خوشحال هستم که به صحت سلامت هستین. بسیار زیاد تشکر میکنم از نظریات فوق العاده تان. یک دنیا ممنون سپاسگزار آقای کیوان. دولت مردم برای افتخار. زنده باشین مهربان هستین. یک دنیا تشکر. خوب از آقای کیوان. شما که شمای عزیزایی که در فیسبوک هستین، من از شما سوال میکنم بحث هر سن سال که هستین، یکی که یک آدم احمق میای اینجا چتیات نشنه میکنه، او را اصلا چی کنین؟ اهمیت ندین به خاطر از اینکه میخوای توجه تانه بگیره و ما هر چیز احمقانی را که نشنه کنم او را هاید میکنم، دیده کس نمیتانه. اما ما از شما کسایی که در فیسبوک هستین، همیاد 400 نفر هستین، شما در مورد امی دو نفر، در مورد دکتر عبدالله مخصوصا که میگه ما رئیس جمهور رئیس جمهور رئیس جمهور، شما چی فکر میکنین؟ لیلا جان ایساق I love you too، قربان شم، thank you. بله بفرمایین، بری خط هستین. بله بله بفرمایین، نموتن گل بری خط هستین. بله سلام استاد جان. سلام. سلام خدمت شما و پروگرام بسیار قشنگ شما. خدمت تانه ارز کنم که ما شما باید است که هیچ وقت چشم پوشی نکنیم بر خود ما شما معلم از هم مگی، چون ما شما در دیده رنجیده دیده هستیم، از کی دستای کی در خون است، کی آدم خوب است، کی آدم خراب است، آدم هم حقیقت بیان کنه. حقیقت به این معنی است که ما شما اونه دیدیم که ما پشتیبانی نمی کنم، طرفداری نمی کنم، نه از اشرف غنی می کنم، نه از عبدالله می کنم، مگم همه قدر خداوند عقل داده ما را می فهمیم مرچی که در مو و جنگای داخلی در جنگای داخلی که بود، اینمی دستای کسانی که داشت دخالت میکردن، اینمی ها کل افغانستان کابل، اینمی ها کلشون ویران کردن، کلگی مردم آواره کردن، کلگی ماجر از هر خانه تا یک خانه نیست که یک کس شهید یک کس عزیز خود از دست نداده باشه دیگه. ما راجع به اون گپ میزنیم هموطن گل. بسیار زیاد تشکر از تلفنتون. راجع به این مسائلی که شما عنوان کردین، البته ما یک پیام برای زمین جنایتکارا دارم. تشکر هموطن گل. تمام شد صحبتایتان؟ بسیار مقامی هم کردیم از هموطن هم نمیدی که خواهش هم میکنم که از زمین یکی قد چشم پوچی نکنن، مواشکار بگیرن، مکسی که ملامت است ملامت، ملامت بگیرن، سلامت است سلامت بگیرن، نه که بیادر عبدالله یا غنی هم کسی که بیادر هم یا قدش داره هم کسی که بیادر دستش در خون کشیده نیست. اون هم همگی وقتی که اروپا وقتی که امریکا و نماینده شعبی بش تبریکی میتن و قابل از وقت بش بش تبریکی میتن و بش تشکر تشکر جانم. یک دنیا ما چرا بگیم درک کرده دیگه وقت خودش بسیار زیاد. تشکر تشکر جانم، لطف کردین، مهربانی کردین. بفرمایین هموطن گل بری خط هستین. سلام به شما، چی حال دارین هموطن گل، خوب هستین؟ بفرمایید. سلام قندی مولانی که در بشت اصلا سر خود در برای کامدی ما که در بار سال نهفتی من ندیدیم، اما در حساب که قانون بوگویی اگر یک 10% بوگوییم که اقا عبدالله خورده شده بیسی اشتر غلی تقلب شده، اما عبدالله رو اقا بدین که این کار خیلی کنه دیگه. خیلی اقل می آدم رو باید بدین که اگر بخوامین که امی اقل دلال خورده شده باید دلال رو سن اقل بدین که می کار رو کنه بگر، یا نمیشه که اقلشه یک نفر بخوره ولا که خوب هم باشه. هموطن گل با معذرت وقت باشین، ببخشین، در شروع انتخابات در انوز هیچ گپ نبود که اینمی ها از تقلب و تخطی و اینمی چیزا صحبت میکردن، یا از چی میفهمیدن؟ همی تقلب میگفتن، تقلب میگفتن، تقلب میگفتن، در حالی که هیچ گپ نبود، انوز انتخابات نشده بود، اینمی ها تقلب میگفتن. حالا به نظر شما اگر امی دکتر عبدالله رئیس جمهور افغانستان شده، شما فکر میکنین که با گلبدین حکمتیار یا طالبا اینا بسر یک میز میتونن که بشینن، اینا جنگای داخلی رو پس با وجود نمیارن، بحران با وجود نمیارن؟ خب مردم افغانستان ترس دارن. حالا دکتر عبدالله برای چقدر وقت خود کاندید میکنه؟ 3 بار شکست خورد، فکر میکنم که بس شد دیگه، دیگه خود کاندید باید نکنه. یک چیز باید بفهمیم ما و شما، این ما بایس یک تاجک میگم، ما پشتون نیستم، ما تاجک هستم، مگر بایس یک تاجک میگم، اینه می امریکایی که معاش از الف تا بیا رو میده، اینه می خواهیم پشتینا سر قدرت باشن، با خدا اینه می خواهیم پشتینا باشن. شما فکر کنید که از کدام زمان که این پشتینا که نمیفهم پادشاستن و پادشاستن و رئیس جمهور هستن، رئیس جمهور یگانه تاجکی که رئیس جمهور افغانستان شد برهان الدین ربانی بود که در زمان برهان الدین ربانی شهر کابل تکه تکه شد، و یک تاجکی دیگه هم که برای نوما
مجید کلکانی به چیز قوام توی بیبلای کلکانی او بود و دیگر نمیفهمم. هم اگه پشتونا هستن اینمی خارجی ها میخواین که پشتونا در رأس قدرت باشن، نمیفهمم چرا. تشکرم وطن گل از تلفونتان. اگر دکتر عبدالله واقعا حق باشه و بجای باشه، خونه به اتحادیه اروپا خط روان کرد و نامه روان کرد که بیاین ایره نمیفهمم تحقیق کنین به ملل متحد، خب کس گپش گوش نمیکنن نی؟ به خاطر از این گپش گوش نمیکنن؟ بله، کس گوش، چرا گپش گوش نمیکنن؟ چرا؟ تشکرم وطن گل از تلفونتان یک دنیا. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. خانم سجر زیاده میتونم به شما. آقای خراسانی خوب هستین، چی حال دارین؟ سلامت باشین، مهربان هستید، لطف کردین سلامت باشین. ما از آقا درود برای وطنان یزین تقدیم میکنم، آنانی که صدای مرا میشنون. خانم سجر خدمت عرض کنم که اولا انتخابات در افغانستان نبود. انتخابات چی؟ سوال اینجاست. هیچ مفهوم نداره در افغانستان انتخابات. با 36 میلیون انسان حداقل 20 میلیون اشتراک باید بکنه یا 15 میلیون اشتراک کنه باید. با 600 هزار با 700 هزار رای در اخر با یک علاقه‌داری نمیتونه آقای غنی باز 5 سال دیگر باز کمچین کنه بالا این گرده ملت. این پاسخ واضح هست. درست است که حرف شما بجا هست که 300 سال است که دولت و نظام سیاسی افغانستان دست برادرای پشتون است، رهبرای پشتون. البته نه متهم به برادری پشتون نمی کنم، توهین به ملت عزیز پشتون نمی کنم. همینا بودن آمدن، ای کاش که به پشتون خودشان خدمت بکنن. اما درد احساسات اون قلب و اون خوچکان مادر فاریابی و جزجانی سریپانی و تخاری و قندوزی را باید توجه کنیم که آقای غنی 5 سال در دوره قدرت داشت. فکر میکنم که از زندان تروریست ها و دایشی ها را ریا کرد. نه، مگر آقای خراسانی اگر شما میخواین که در مورد امی صحبت هایی را که در مورد غنی میکنین، در مورد کارهای مثبتی که غنی در این 5 سال کرده، کارهای بنیادی که در مورد از اون باید صحبت کنین. ایتو خونه میشه که ما 10 کاری خوب بکنم سر از او پرده بندازین، یک کار خراب ما باعث از این شبه که 24 ساعت راجع به او صحبت کنین. نه، اصلا در افغانستان هیچ چیزی برای ما آقای غنی نساخته. اون کشور آباد بود. من فکر میکنم که در اونجا فرهنگستانی بود، در اونجا اخلاقی بود، در اونجا انسانیتی بود. هیچ چیز در افغانستان. تشکر آقای خراسانی قند، یک دنیا ممنون، سپاسگزارتان. لاینا بسیار خلاص، ما به مطرا رو بگیریم. بله آقای غنی 380 میلیون دلار سیگار خانی مشانه. اوکی آقای خراسانی، شما همون گپایی تانا همیشه تکرار میکنین و ما علاقمندی به شنیدن صحبتای تکراری با معذرت ندارم، با احترامی که به شما دارم آقای خراسانی. وطن گل بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام علیکم سجی جان. نعیم جان گل چی حال دارین، خوب هستین؟ الحمدلله زنده و سلامت باشین. یگان دفعه یگان چیز که سه سر منگسک میشه. خب سه سر منگسک ایموناکی خوب است، خرابستی خوبستی خرابست گفته فرموده شما که واقعا پشتونا اکثریت هستن و پاچایی کردن و در 100 سال باید پاچایی کنن. نه، این که اکثریت هستن یا اقلیت هستن این تا بال ما شما نمیفهمیم، به خاطر ازی که باید صاف شوه که نفوس افغانستان پشتونا چقدر است، تاجیکا چیره. اما یک چیز است که به سالها پادشاه افغانستان پشتون بوده، رئیس جمهور افغانستان پشتون بوده، با یک ترتیب پشتون ها سر قدرت بودن و توسط خارجی ها بودن. اگر انگلیس ها بود سر قدرت آوردیشان، اینال امریکای ها سر قدرت آوردیشان، روس ها آوردن سر قدرت، به اینمی ترتیب است؟ نه؟ خب من گفته شما را تکرار نمی کنم به خاطر که باز به پشتون ها توهین میشن. نه ما پشتونا را هموطن پشتونای ما را نعیم جان قوم پشتون نه قوم شریف و نجیب پشتون ما یک طرف میمانیم. راجع به قوم شریف پشتون ما گپ نمیزنیم، ما راجع به اشخاص و افراد گپ میزنیم که از همی قوم سر قدرت میاین توسط خارجی ها، اینی را گپ میزنیم. خب خارجی ها فکر میکنند که اینا اکثریت هستن. خب بر صورت چشم کسی کور که اگر پشتون نخواهیم، مگر پشتونی باشه که اقلا به خود پشتون خدمت کنن. 200 سال پاچایی کردن فرموده شما، آمد امروز بریم وضع خوست ببینیم، امروز بریم وضع جلال آباد ببینیم، قندار ببینیم، پکتیا رو ببینیم. امروز بسیار جایی است که اصلا سرک درست نداره و خوردن درست. نعیم جان 40 سال است که جنگ است، شما چی میگین؟ در 40 سال جنگ هر چیزی که داشتیم و نداشتیم برباد شد. ظاهر خان داوود خان خود
خود از زمان زایر خان، شاه داود خان یک آرامی نسبی بود. همچنان از تاجیکایش میبینیم که نمی تاجیکا که بعد تاجیک استفاده میکنن نه و خدا گونه اون جوازه ای روی سرک اینا دارسته باشن که برشان خدمت کنن و او لعنتی هر کس میباشه که یک تاجیک یا پشتون یا دیگه ایش دفاع میکنن چون همی رهبرایشان هیچ به مردم عام خدمت نکردن. وقتی که خدمت نمیکنن دفاع کردن بسیار احمقان احمقیست که از قوم و به حساب قوم و زبان آدم تشکر نعیم جان گل از نظرتان. من یکم گفت دیگه داره میتواشیش بود بسیار تستیز میگم و این ایست که بگفت من که اصلا این نقصه دموکراسی و این رقم انتخابات به نقصه خوب بر حکومتداری نیست و مردم افغانستان نیست چون کمیسیون انتخابات هیچ وقت که اگه چی طرفدار عبدالله باشه یا چی طرفدار غنی یا هر کدام دیگهش هیچ وقت صادقانه کار نمیتونه. حالا نورستانی برادر این هوا نورستانی رو دیدی که این از سوشال سیکیوریتی امریکا دزدیده بود. دزدی نه نه ببخشین من فکر میکنم که اینا به دیسیبلیتی یا سوشل سیکیوریتی بدن نظر به ایجشان که وقتی شما به یک سن در امریکا به یک سنش 70 یا 65 میرسین براتون دیسیبلیتی ها میتن سوشل سیکیوریتی ها میتن. اونا که کابل رفتن باشین اونا که نه 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 باشین وقتی نه اینجان وقتی که اونمون نورستانی وقتی که آقای نورستانی کابل رفتن امکان داره که یادشان رفته که اطلاع بدن. وقتی که شما از مملکت مبراین به یک جای دیگه میرین باید اوتوماتیکلی به سوشال سیکیوریتی دیسابیلیتی اطلاع بدین که من از شار مبرایم. یک هفته یادشان میره، دو هفته یادشان میره، یک ماه یادشان میره، نه که دو سال دیگه سجده. خب شما نعیم جان سر گپ سر و دو آدم آوردین، حالا او گپ شام تیر شد و میفهم او قرار نمید. مطلب این بود که کمیسیون انتخابات هیچ وقت کمیسیون درست نمی باشه، تقلب کار می باشه، هر کس پول برشان زیاد بسه طرف همو میده، هر کس به حکومت باشه طرف همو میرن. پس به این اصلا اگر می خواهند دموکراسی باشه در این کمیسیون انتخابات کلش خارجی ها رو برن که اقلا یکی مرید نشناسه که کی برش پول میده. شاید کمی خارجی ها عمر کردن سر وقتی که رئی جمهور رفت در مونیک رفت، شاید که سرش برش گفتن که فورا انتخابات اعلان کنیم نتیجه انتخابات همی امریکایی پمپیو خلیزاد یا یا مهم نیست. مطلب نیست که در مو کمیسیون انتخابات باید خارجی ها باشه که قلم رشوت خو نخورن یا خو کلش دو دستن. خب ما شما نمیفهم که اینا رشوت خوردن یا نخوردن، اما ما شما نمیفهمیم که رشوت خوردن یا نخوردن، اما من فکر میکنم به اثر امر خارجی ها این انتخابات اعلان شد. تشکر نعیم جان گل یک دنیا از تلفنتان یک دنیا تشکر. شما میرین به موضوعات دیگه یک دنیا من میکنن اینا کلش دوز هستن دیگه دوز هستن. اوکی نعیم جان گل نظر شما رو شنیدیم یک دنیا تشکر از تلفنتان. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید. خانم ساجیا مرا دو دقیقه وقت بدی بعدن با شما من خداحافظی میکنم. آقای خراسانی شما صحبتایتان رو تکرار میکنه. نه ما تکراری نمیخوایم بشنوام. این می وقتی که من میایم بین تلویزیون وقت ما بسیار گران باد. من فرض کنم که گپ شما بجاست که اصلا من تکراری است. با این من تکراری است که من دو دقیقه میذارم بعدن خداحافظی میکنم. هرگز دیگر در برنامه شما اشتراک نمیکنم. برای شما صحت سلامتی آرزو میکنم. به خاطر که ما سالهای سال با در برنامه شما بودیم، البته سببی بسیار دوستایی بوده که ما آزرده شدیم، دفاع از شما پرداختیم. اون حرفای بعدی ماست که من نمیخوام باشم. نه ما به شما احترام دارم آقای خراسانی، منتها یک چیز است که سرمی شما فوکس کنید. بعدا من خدافیزی میکنم. با خدافیزی کنید اما شما فوکس کنید سرمی دو نفر سرمی دو نفر که آل یکش رئیس جمهور دیگه ایش هم رئیس جمهور این آل والیا تعیین میشه یک بحران در مملکت میاد. اینی آقای خراسانی فوکس ما و شما سرزی باید باشه که در مملکت ما بحران نبیاید. اینی فوکس ما باشه. خانم سجیه من بگم که من نه خدافیزی من نمیخوایم شما خدافیزی کنین. ما باز برتان زنگ میزنم. بفرمایین آقای خراسانی. من خدمتتون عرض کنم که در این جهانی پیشرفته قرن 21 به چشم مردم خواب‌ریزی نمیشه. یک نفر گوش بکن خواهی من خواهی گرامی. بله این ملت که در افغانستان است، در شمال افغانستان، من فکر میکنم آقای جنرالی دوستم فکر کن که به قول شما جنایتکار
به قول من نه جنرال دوستان، به قول من جنایتکار نیست، به قول تمام دنیا جنایتکار است. چی میگین آقای خراسانی شما؟ بعدا گفتم بعد اوکی. ببینیم اون ملت از بطن جامعه برخیستن، اون ملت دگر میدانه که استبداد باید شکستانده شود، استبداد فاشیزم قومی باید نابود شود. اگر این تابوت آقای غنی بر تشت کابل در گذاشته شود، بالاش با سنگسار شود، دیگر غنی نمیتونه در جامعه افغانستان با زور F-16 و F-35 امریکا بمبارتمان کنه، مردم افغانستان نسل کشی کنه. من منظورم ایست که من کاری میکنم که در سایت فیسبوک همیشه در مورد شرف ها مثل ما برای میلیون انسان مبارزه خود ما دوام میدیم. ما دوست نمیورداریم از این حرفایی که ما را مردم داوودانه و دشنام بده، ما از این اندیشه و مکتب خود هیچ وقت دست نمیورداریم. ما شما تشکر سپاسگزاریم. تشکر تشکر آقای خرسان. بازم میگم فاشیست است، لابی اسرائیل است، جنایتکار است و خلیزاد، اینا همه فاشیست هستند. اوکی. نه دشمن ملت تاجیک و ازبک هزاره افغانستان هستند. تشکر آقای خراسانی. گلین صحبت تنها کردین، یک دنیا ممنون از شما. بله بفرمایین، بری خط هستین. بله خانم سجا. بله بفرمایین، چی حال دارین؟ من جواد نام دارم، من خراسانی تخلص میکنم، از فرانسه زنگ دارم. چی حال دارین آقای خراسانی، خوب هستین؟ بله گفتم چی حال دارین، خوب هستین؟ سلامت باشین. لطفا برای من یک دقیقه اجازه بدین. چرا نیم؟ ببینیم این دو تا شخص کب میدونم. بفرمایین چ... بله چی بفرمایین. اول که من یک خواهش از شما دارم، بیه لطفا مقایده و حصول خبرنگاری را رعایت. اوکی این امی رقم گپ بیمانا که میزنین قطعتان کردم، اصول مراعت کنین. تو رو با اصول چی؟ وقتی که اصول رو میفهمید در برنامه من زنگ نزن و در برنامه گپ نزن، به خاطر که من اصول مراعت میکنم. بله بفرمایین بیننده عزیز، بری خط هستین. هلو بری خط هستین هموطن گل. اولا بله بفرمایین، بری خط هستین. سلام علیکم ساجا جان. سلام. ببین ببخشید یک دقیقه وطن گل، یک دقیقه صبر کنید. ببین با جرادی که با رقم دلتان یک برنامه ساز گپ نزنه، با مو رقمی که خودتان میخواین ما گپ نزنم، میخواین که ما راجع به عبدالله تعریف کنم یا اشرف غنی، باز میایین اصول برنامه سازی چتیات به من نگین، برای اینکه موصلی از گپ ندارم، منطقه قطار میکنم. اما اگر انتقاد میکنین سر از اینا، من میگم گپ بزنین. با سر من هر چی گپ میزنی آقا جان. بله بفرمایین وطن گل. سلام علیکم ساجیه جان. سلام، چی حال دارین؟ من موضوع خودت رو تکرار میکنم، بهترین گپ زدی یا غلیل گپ دیترش یا بزاره تاییدی تا بگو. این همین شرایط است که حال تو دولت موازی است. وقتی که تو سرزنی گپ بزنی باید سرزنی گپ بزنی، هر کسی که نمیتونه از زاویه خارج چرا تفکرایی گفتن، تاریخای چتی چتی گفتن این کلا. نه نه من دوست دارم که یک آدم، ما امروز سر مملکت خود، سر مملکت خود که نزدیک به بحران از گپ میزنیم، یه دو نفره که یکیش یک نفرش بله هر کدامش که سوال داشته باشه از امی الف تا یا اشتمی از امی جادی ها این بخواه من حاضر هستم باز بگو که بیام یه هر کسی که هستی اینا رو بیام من برات میگم فکاری گفتن به دست میخوره. این این نظر از جمهوریت جوان است، این این دختر بچه باید از این دفاع کنه. ببخشید تشکر، زنده باشین هموطن گل، بسیار زیاد تشکر از تلفنتان. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام، شما چی حال دارین؟ تلویزیونتان رو خاموش کنین، صدای تلویزیون هم شنم، بفرمایین. نه چرا نه، بفرمایین. ببخشید جان که من در آخره می پروگرام آمدم و میاد تلویزیون رو روشن کردم، اما بمی تایید دیده گفتار خودت و خراسانی سبب میگم که همی بسیار غلط است که سر یک قوم، سر یک توده، سر یک اجتماع هم تحرس کنه. ما همیشه باید از شخص مورد انتقاد قرار بدیم. براسی تقریبا از یک 200 سال به این طرف از پشتون و تاجک و هفت بسیم مردم در افغانستان حکومت کرد. اگر خیلی نتیجه گیری کنیم، اما کسی که بعد از ظاهرشاه تقریبا 9 یا 10 رئیس جمهور پادشاهی را به صحنه آمده، اما کسی که حداقل تانست کمی نسبتی یک امنیت در افغانستان بیاره کیست؟ همین کار اینا نتونستن. حال مایه تاجک هم حکومت کرد، برهان الدین ربانی یک تاجک بود، بچه تقوی یک تاجک بود.
هر کار از خود یک نتیجه داره. همی بابرک کارمل هم تاجک نبود؟ بابرک کارمل تاجک بود. بچه سقل تاجک بود. برهان الدین ربانی تاجک بود. خود یه باید بطر مثال پشتون بود. همی بسیار کار غلط است که بگویم پشتون تو کد و هزارت تو کد و تاجک تو کد و ازبک کتر کد. نتیجه کار هر نفر میبینیم. از ظاهر شاه تا همون 45 یا 50 سال تیر میشد. اشنو نفره دیگه روی کار آمد دست آورده یک آدم لقل همون نسبتی امنیت زایرشاه را در افغانستان را تانستان امور را برای ما معرفی دیم که ما امور قبول کنیم امید اشرف غنی خدا شد در قاطر این مردم های دیگه اگر میرسه این مطالعه کنید یه آدم با دانش هم است و بعد پروژه هم زیر دست دیگه هست که این پروژه هایی تکنی شد و چهید افغانستان تغییر می کن. و هیچ مملکت خود در دنیا وجود نداره که از زیر سایه ابرقدرت ها خارج باشد. دقیقا هر کدام از یار باید یک دست نشانده یک قدرت بالاتر باشد یا از انگلیس یا از امریکا یا از روس از یک جای دیگر. امیر اشرف غنی اگر به کمک امریکا آمده از یک جای دیگر یک نظر طریقی که آمده از یک چینل که آمده امیر هم نمیتونه پنج سال کار هم کرده امیر هم کار میکنه و اگر امیر موقع بیتن از این تاجک ها و از این دیگر زماندارایی که پیشتش یک زای شاه دو خانه گفتن نمیتون از این ترکی گرفته از ببرک گرفته از افیزلامین گرفته از نجیب گرفته از برهان الدین ربانی گرفته از کنشکه این هم کار کرده همیال باز پروژه های زیر دسته ایست که اگر پروژه هایی تکمیل میشن به یاری خود افاق به ظرف چند سال چیلی افغانستان به این تغییر میکنن. تشکر. جای بدبختی که ما همیشه سر یک توده انتقاد میکنن. تشکر. بسیار زیاد. لطف کردیم. میشه بایدم شخص مورد انتقاد قرار بدیم. نسبتی به دیگه همین افرای کمالت اشرف غنی آدم درست است. تشکر یک دنیا از نظرتان. لطف کردین که زنگ زدین. دوست دارم که بین این ترتیب نظرتان را بگوین. یک دقیقه صبر کنین هموطن گل. خواهرای عزیز شما کجا هستین؟ شما اید در انتخاب در مورد از این دو رئیس جمهور چیز نمیگین. ما میخوایم که در مورد آقای نه ببخشین نظیره نظیر نشته کردی که سجیه جز پشتون با همه ملیت تعصب داری. یک دقیقه صبر کن عزیز من. نظیره جان نظیر، ما یک آدم هستم که اصلا در می استخوان ما شما برابر یک سر سوزن تعصب نمی بینین. چرا که ما در یک مملکت زندگی می کنم که به مقابل خودم تعصب نشده. در مملکت ما، مملکت ما شباهت به یک باغ داره. در این باغ گلای زیبا و بدبو و خوشبو و هر چیزی که بگوین است. گلای خوشبوی افغانستان تاجک است، هزاره است، پشتون است، ازبک است، پشه ایست، این است، آن است. اینا همگی برادر و برابر هستند. ما همه قدر که خودم تاجک هستم، همه قدر که تاجکا را دوست دارم، به مو اندازه پشتونا را دوست دارم، برای اینکه انسان هستن. ازبکا را دوست دارم که انسان هستن، هزاره را دوست دارم که انسان هستن. خون ما با خون پشتون و هزاره و تاجک و پشه ای و نمیفهمم بلوچی یا هیچ کدام فرق به صورت عموم با انسان کدام فرق نداره. من نگو که من به مقابل پشتون ها یا تاجک های هر کس تعصب دارم. بفرمایید بیننده عزیز بری خط هستی. بله سلام سجیه جان. سلام عزیز من، چطور هستین؟ خوب هستین؟ بفرمایید. شما خوب هستین؟ زنده باشین. دیدم خوبت میکنم، سخت طرفدار شما هستم، بسیار عزیزتم از برنامه‌های قربانتان. یک دنیا تشکر. مزنده شما برای تمام مملکت با. تشکر جانم. شما می صدای تلویزیون بسیار پخش میاد، بسیار با مشکل با مشتن صدای شما. خوش شاید پرابلم همو دیوایس تان از همو خود جادوی تان از در اینجا خود اگر به فیسبوک برین در فیسبوک مرا ببینین. ما خب باشین که من چی کنم فکر نمی کنم که ما پرابلم صدا داشته باشیم. سی صدای تان میشن صدا پرابلم نداریم. خودمو از هر جایی که میبینین هم پرابلم داره. تشکر عزیز من. کوشش کنین یک بار خاموش کنین، جادوی تا را ریست کنین، اثر روشن کنین. تشکر موفق باشین جان من. قربانتان یک دنیا ممنون سپاسگزار. تشکر جان من. با من خدا. بینید عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سجیه خانم سلام و احترام خدمت شما و خدمت بیننده محترم شما تقدیم میکنم. شما آقای معروف یک دو سه هفته پیش بسیار سر قال مقال کردین و سر من هنگ اپ کردین تلفن باز این آمدین. هنگ اپ کردم.
بله سرم هنگب کردین تلفون ترق تلفونم ماندین باز رفتین. باز من گفتم خیر است. خب بفرماین. نه نه ایتس اوکی بفرماین. خانم سجیا ما هرگز ببینه یک جرقه میایا یک گپ این اختلافات نه مگر ما هرگز کی بهترامی را لگم. خیر است آقای معروف. حال بفرماین راجع به این دو نفر صحبت کنین. بفرماین. به هر صورت ما پیش از اینکه سر دیگه پا بیاییم ما نه آدم چاپلوس هستم و نه از تخت دار امیره براتان تبریک میگم که امروز شما یک خانم هستین و به می خاطر هم زنگ زدم که هیچ وقت ما به شما تعصب ندیدیم. نه من تعصب با مقابل هیچ انسان ندارم. تعصب چی است؟ تعصب آدمای کودن جاهل دارن. ما بچی تعصب با مقابل یک انسان که پشتون است یا تاجک است یا هزاره است یا از هر کجای افغانستان آمریکایی کوریایی هندوستانی ما چرا تعصب داشته باشم؟ به خاطر چی؟ یک دومی که شما زیادتر کوشش کردین که حقایق بگوین وای کسایی که حقایق پذیرفتن نمیفهمن اونا خودشان قوم پرست هستن. من نام نمیگیرم. من در زندگی نام کسی را نمیگیرم خانم سجیا. ولی امی کسایی که فکر میکنن که شما تعصب دارید اصلا اونا خودشان تعصب دارن. چطور شده میدانه که تاجر از پشتون دفاع میکنه و بازو فاشیست است. امی کلمه فاشیست مانایش اکثر مردم با تعصب نمیفهمن. ایواز ریسیست کلمه فاشیست استعمال من با محال. من سر موضوع اساسی انتخابات و سرنوشت افغانستان. بله. ما چیزای نو اگه اجازه تان باشه برتان میگو. اوکی. این دفعه به تکرار شد که غنی و عبدالله سو. فقط یک انتقاد دارم سر شما نیست. سر این کسایی که حکومت موازی را اعلام کردن. این کسایی که حکومت موازی را اعلام کردن یک. خواست سفیر امریکا را آقای عبدالله ببینه سفیر امریکا برش اجازه دیدار نداد. اها. بله. یکی از جنرال های بسیار برجسته امریکا جد کین شما شاید بشناسید او برای عبدالله اختار داد امروز دیروز ببخشید دیروز برش اختار داد که آدم شد اگر آدم نمیشی باز آدمت میسازید ای تو چیزای نو موضوعی سیما خودتان گفتین سجیا جان. بله. از جامعه اروپا ببینین جامعه اروپا او رو با تکرار نمی کنم کلشونی در باری از اینکه جامعه اروپا نماینده شو گفا می زنه این گفا خلیزات در بسیار کلمات مهیلانه و دیپلوماتیک نگه میگه ما تلاش می کنیم که موافقه برسیم ولی گارانتی و تضمین صلح نمی کنیم. ببینین گفای نماینده اروپا جامعه اروپایی و خلیزات این گفا مانیشید که ما با طالب ها که طالب ها هنوز هم ما از اونا میگم ما نمیگم اونا طالب ها میگن که ما با امریکا از طریق امارات اسلامی افغانستان معامله میکنیم یعنی سال عقب نشینی نکردن و ایگه به تکراری سوالی باید بگوید پنج روز پیشتر یکی از نالای بسیار برجسته پاکستان مخفیانه رفت به باگرام این بسیار موضوع عمیق است و ما نمیخوایم سر این تفسیر کنیم بسیار باید تشریح شود این کل مسائل این تو نتیجه را میده که همون گفت شما را ما باز تایید میکنم ما نمیخوام که دکتر صاحبا این کسایی که میای زنگ میزنن خود دانشمند میگن عالم میگن با خدا به ذره شما شعور سیاسی ندارن. نه نگوین هر کدام انسان ها در این دنیا یک شعور دارن. نمیگیرم. It's okay. اما او کسایی را میگم که چرندیات میگن. ببینید شما گفتین که در end of the day کی تصمیم میگیره سجیا خان؟ امریکا. بله. پس نه انتخابات کدام مانا داره و نه مقرری کدام مانا نه انتصاب. تصمیم امریکا میگیره ما پای صد در صد موافق هستم این مهم نیست که انتخابات انتخابات یک کسی را میاره یا مقرر میکنه مثل که آقای کرزه مقرر نکردن در اوایل که آوردنش مقررش کردن امی عبدالله و امی کسایی که حال دعوای حکومت موازی را میکنن یک چیزی را آخری برتان بگویم که 29 قرارداد امضا میشه بعد از 29 سرنوشت افغانستان تعیین میشه و
خب بیاییم که راجع با اینده که چی گپ میشه در مورد طالبا این همی جبانیم برازی که این همیال یک بحران در افغانستان در حالت به وجود آمدن است. یک آدم در یک سمت شمال رفته والی حکومت پس میکنه، والی تعیین میکنه. ما شما راجع به اینی مسئله که در مملکت ما که مردم همیشه قربانی چند نفر جنایتکار و خائن و وطن فروش شده، سر این زیر مسئله آقای معروف ما گپ بزنید. بسیار تشکر از نظرتان، از تلفنتان، از ذر نوازیتان، یک دنیا ممنون، سپاسگزار، تشکر. بله یک لحظه یک خبر حاضر خبرتان میگویم، شاید سر شما خوش نخوره یا خوش بخوره خبر است. در این هفته که تیر شد سه بار سفارت امریکا با آقای مسیار دیدار کرد، یعنی به این معنا یک دفعه سفیر امریکا با خانش رفت، دفعه دوم آیت مرکب از نظامیهای امریکا، از خلیلزاد و از سفارت امریکا با مسیار بار دوم دیدن. ای که ما یک بار گفتم چون وقت زیاد میگیرم، من نمیخوام تشریح کنم ولی هم قابل سوال است که چرا در یک هفته سه بار دیده میشه و خب بیاین که امی گپایی که در هفته های آینده اتفاق مفته امور بانیم و فوکس امیال سرازی بکنیم که در مملکت ما بحران آمدنی سری نزیر صحبت کنیم. یک دنیا تشکر آقای معروف گل از تلفنتان، لطف کردین، تشکر، زنده باشین، لطف کردین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. تلویزیون تانه خواهش میکنم بفرمایین. امتن گل السلام علیکم سجیه جان، آقایم سلامت باشین شما. السلام برادر گل، شما سلامت باشین، چی حال دارین؟ سلامت باشین، تشکر. من در اولین بار است که با تلویزیون شما تماس میگیرم و در فیلم در تلفنی از زندگی میکنم. برای چند نکته را میخوایم برای از اینکه ما همی جوانای انقلاب هستیم، این چند چهل سال است که تقریبا در افغانستان جنگ است، متولد شده جنگ هستیم. دیگه اینمی مردم پیشتر که بعضی کسا شما را متاسب خطب کردن، در حاله که شما کاملا فارسی زبان هستین و تاجیک هستین. دیگه شما من از کوچه از کوچه تعصب تین نشده من وطن گل من از کوچه تاجیک حمایت میکردیم، بازو میجی شما متاسب میشده. بله برای از اینکه شما از یک پشتون حمایت کردن، او هم حمایت نکردن و همو برخریای از او را با او جناب عبدالله فرید برای مردم تشریح کردن و شما را متاسف گفتم. خیر است، ایتس اوکی که من میگن. خب باز آیست آیست که امرای ما البته امرای ما تازه پیوستن نمیشناسن مرا، باز آیست آیست که مرا شناختن میفهمن که ما اصلا تعصب در وجود ما اصلا نیست. باز خودشان میگن ساری that's okay. ما با اجازه تن اماتن گل برم به بقیه پروگرام امروز. موضوع فرامی بود، میخواستم که ما بگم برای امی که اینمی مردم هایی که فعلا دولت یا حکومت موازی را اعلان کردن، اینمی چهل ساله که مردم تاریخ را دینا را میفهمه، تاریخچی را دینا میفهمه که اینا چی کردن در افغانستان جز خیانت، جنایت و جنایت دیگه کار اینا نکردن و شایستگی هم بین از اینا هیچ وجود نداره. شما اگر ببینین همین رهبرهای جهادی هستن و اینا جز از اینکه مردم کشتن قتل کردن، به مردم خیانت کردن و مملکت به گند تاریخ کشیدن به نام جهاد و به نام اسلام و به نام دین و به نام الله اکبر. یک چیز متوجه باشین، هر زمان به افغانستان یک موضوعی که میشه در همین کنفرانس ها از این وقتی یک نفر اعلام میکنن که یه والی شد برگه شد بسیر بازم اونجا الله اکبر نظر تکبیر الله اکبر و معنی یعنی الله اکبر یعنی معنی از این را نمیفهمن که نمی الله اکبر در کجا استفاده میشه، در کجا کاربرد داره نمی کلمه. تشکر. موضوع دیوم از این که یعنی شخص کنی فعلا در افغانستان از این مردم یک او شیشتر است، بخواهیم یا نخواهیم شکنی یک آب شوشتتر است، یعنی بهترتر است از این مردم و در پلوی از اینکه اینا حکومت اما شمول که بیشتر شما گفته اعلان نیکنن، اما شمول شما توضیح داریم چی معنا اما شمول نگه قرار باشه. معاون اولش که ابو عمرو رای صالح است، این آدم درست است، یک آدم دانشمند است، به اصطلاح از این مردم بهتر است و از کام خودشان هم یاد تاجید است. معاون دومش که هست سوار دانش، یک آدم اغدان است، تحصیل کرده است و این ازار است و همون تو در کابینی ازی، در پلوی ازی، از کارو مشریف و ازبک هست، از آره هست، تمام اقوام سم دارن.
دیگه بازی هم مشغول از کجا شد و این تعصب از شخص بود کنی از کجا شد؟ تشکر وطن گل. بگذارین که من برم به متباقی برنامه که من به کلپا دارم کور شما بشنویم که بسیار جالب است و بعد از او اگر خواستین در اخیر برنامه لاینا رو باز میکنم پس زنگ بزنین. یک دنیا ممنون، سپاسگزارم، تشکر، زنده باشین. خب وطنای عزیز، ما تلفن دیگه نمیگیرم. ما میخوایم که ما وقتی که بحث ما سر امی دو نفری که به روی صفحه تلویزیون که رئیس جمهور و رئیس جمهور خود خوانده است، شما ببینین که مثلا عطا محمد نور یک تاجک است. عطا محمد نور بسیار جد مخالف اشرف غنی بود، اما عطا محمد نور امروز آمده یک کلیپ کشیده که حقیقتا میگه در مورد انتخابات، در مورد کمیسیون، در مورد ازی که از هر تیم در اینجا داخل بود. اینا رو شما میخوایم که امی صحبت های عطا محمد نور بشنوین و ما برمیگردم با شما باشیم، با ما باشیم. اما احترام گذاشته شود با کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات در تاریخ افغانستان اولین بار است که کمیشنرایش از تمام احزاب سیاسی و از تمام کاندیدا نماینده گرفته شده و از درمیانش انتخابات شده و کمیسیون به میان آمده. علیار تو سه نفری در بینش جمعیتی هست و از کاندیدا هست، چندین اکثریتش از کاندیدا هست. خب وقتی که شما به دست خودتان چون کمیسیون را ایجاد کردید، چرا پس میگن که اعتماد ندارید؟ کسی از خودتان معرفی کردید، بگذارن که به اعتماد کمیسیون صدم آورد نکنید. این کمیسیون تصمیم نهایی خود را بگیره، هر کس که برنده بود، هر کس که رای واقعی مردم داشت، بگذارن که اعلام بکنه. فکر میکنم که در این زوده اعلام بشه، ای اعلام شود تا مردم از انتظاری نجات پیدا بکنه و نظام سر و سامان ببینه، وضعیت بیشتر بهتر شود، ثبات به میان بیاید و پروسه صلح با جدیت دوام پیدا بکنه و آغاز شود، تا که برای مردم در جهت خیر کارهای را صورت بگیره و انجام بدن. دوستای عزیز، من یک خاطره را براتون میگم. رئیس جمهور آقای غنی چندین بار به تمام جهتهای سیاسی مذاکره کرد که چی گونه کمیسیون اصلاح، همه ما میخواستیم کمیسیون اصلاح باید شود و به کمیشنر ها باید تغییرات بیاید، در نظام انتخاباتی باید تغییرات بیاید. و می خاطر با وجود که روابط ما قطعا خوب نبود، با همه طرف های سیاسی، با احزاب سیاسی جلسات مشخص کرده شد. جلسه یادم میاد که رئیس جمهور، رئیس اجرایی دکتر عبدالله و آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور از طرف حکومت حضور داشتن، من، مجاهد بزرگوار ما امیر اسماعیل خان و جناب خانی صد، فکر میکنم که سرودن خان ربانی سرپرست جمعیت هم حضور داشتن، یا از این چهار نفری ما، یا سه ما بودیم یا چهار ما بودیم که همینجا غلط فهمی نشد. سه نفر اونا یا سه یا چهار ما بودیم، بحث کردیم، بحث صورت گرفت در مورد اصلاح نظام انتخاباتی و تغییر کمیشنرا. بعد راهکار معقول با توافق رسیدیم سر میکانیزم تغییری کمیشنرا، سر میکانیزم تغییری نظام انتخاباتی هم بحث کردیم با توافق رسیدیم. و این خود ما بودیم که با حضور رئیس اجرایی و رئیس جمهور و معاون دوم و بزرگای جمعیت پیشن نام گرفتن با توافق رسیدیم که یکی این عملی شد. پس امروز چی تلیل شده میتونه که باز بانگیری میشه و سر کمیسیون ها بگذارم که کمیسیون که در گذشته ها آسیب دیده بود این بار اعاده حیثیت بکنه، با مدیریت درایت خوبتر نتیجه را اعلان بکنن که ما از کمیسیون مستقل انتخابات به نمایندگی شما عزیزا و همه طرفدارای ما و جمعیت و همه از او حمایت میکنیم که نتیجه هر چی از اعلان بکنن. عزیزم، نکته مهم را که میگم به همه مردم افغانستان، دوستداران و عزیزان و همسنگرای ما و نوششمی و بزرگان ابلاغ میکنم که هیچ کسی از نام جمعیت نمایندگی نمیتونه مگرم خود جمعیت ها و بزرگان جمعیت. با احترام به دکتر عبدالله، دکتر عبدالله جمعیتی نیست. همین لحظه برین وزارت عدلی را ببینین که حزبش به نام ائتلاف ملی ثبت است و تمام جلسات داخلی و خارجی منیس حزبشان اشتراک هم میکنه. آیا آفتاب بدو همش پوشانده میشه؟
این امکان داره که یک نفر در عین زمان عضو دو حزب باشه؟ هیچ امکان نداره. وقتی که نیاز داشت جمعیتی هست، وقتی که نیاز نداشت میگه که ما ائتلاف هستیم و خود جمعیت هم اینه چه اگز با ما در پولی ائتلاف این بانکوری کرده با ما. کسی از نام حزب ما استفاده نمیده، حزب صاحب داره. بله بیننده عزیز، یک چیزی است در قسمت صحبتهای عطا محمد نور کنه شنیدیم که چی گفت دانه بدانه. یک آدمی که در اون مملکت زندگی کرده، یک عالم پولدار است و این آسان است، در این شرایط خطیر، در این شرایطی که مملکت به بحران میبرن، باید این آدمایی که مثل عطا محمد نور و کرزه این اینا باید استاد شوند، یک وساطت کنند، نه ای که مملکت به بحران ببرن. اینا رو شما ببینین کمی والی مقرر کردن از اینا رو سعی کنین باشین که معرفت حکومت را امانت تمام ملت افغانستان میدانیم و حس هیجان باشین که من کلیپ اشتباه رو برای شما گذاشتم. ببخشید این کلپ ها دیگه اومده، این کلپ هست که یا والی مقرر کردن دکتر عبدالله والی. یک چیز شنیدیم که در روز اول والی سرپل مقرر شد و پس شد باز والی دیگه مقرر شد. امی مثل حکومت وحدت ملی که اگر رئیس جمهور یک نفر مقرر میکرد مقابلش دکتر عبدالله استاد میشد، اگر دکتر عبدالله یک نفره اینا مقابلش استاد میشد. و چی رقم من نمیفهم که دمی پنج سال اینمی مخالفتی که بین از این دو نفر بود، ببینین که مملکت به کجا رساند. با وجودی که من بازم میگم من طرفداری از هیچ کدامش نمیکنم، اما در ظرف این پنج سال اشرف غنی کارهای بنیادی در افغانستان کرده، شما از این چشم پوشی کردن نمیتونین. ببین که بریم ببینیم، تلفن نمیگیرم، خواهش میکنم زنگ نزنین که من یک کلپ ها رو بر شما بگذارم بعد از اون به صحبت کنیم. دولت ساز در کشور اوج گرفته است. به روز شنبه هواداران حزب جنبش ملی اسلامی در گرد همایی در ساختمان مقام ولایت سرپل در شمال افغانستان به حمایت از عبدالله عبدالله و معرفی والیان جدیدشان جشن گرفتند. معرفی والی صاحبای جدید آغاز کار است ولی پایان کار نیست. در صورتی که اشرف غنی با لجاجت برای تحمیل حکومت برآمده از تقلبش ادامه میده، گزینه های بیشتری روی میز است، حتی اشرف غنی خیالش را نکرده باشد. محمد نور رحمانی سرپرست جدید ولایت سرپل از سوی دسته ثبات همگرایی معرفی شده است و وعده های برای مردم دارد. در مقابل زور، ظلم، فساد با حد توان، با مشوره شما، با حمایت و پشتیبانی شما مبارزه خواهد کرد. و این بناره برتان میتون هیچ نوع ترس احساس نداشته باشین. ما شهروندای 20 سال قبل نیستیم. همزمان با این کمال الدین نظامی والی کنونی ولایت پنجشیر نیز اعلام کرده است که پس از این از دستورهای عبدالله عبدالله پیروی میکند. با این حال تلاش های خب والی نمیفهم جوزجان و والی سرپل از طرف زینا تعیین شد، از طرف دکتر عبدالله تعیین شد. باش که این کلیپ چی هست؟ باشیم که بریم که این کلیپ چی هست. پابرجا بودن تنش های انتخاباتی و نگرانی شهروندان از ادامه این وضعیت. ریاست اجرایی در پی این تنش ها امروز عبدالحی حیات عضو شورای ولایتی جوزجان را به عنوان والی این ولایت معرفی کرده است. رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر محترم مولوی عبدالحی حیات رئیس سرپرست ولایت جوزجان. تقرر محترم مولوی عبدالحی حیات رئیس سرپرست ولایت جوزجان جمهوری اسلامی افغانستان منظور است. در زمینه تحقق این امر مهم، همکاری و تشریک مسایی همه اقشار جامعه را اهم از علمای کرام، نمایندگان مردم، خانمها، فعالین حقوق زنان، جامعه مدنی، محاسن سفیدان، قریه‌داران،
حتمی و ضروری است. شهروندان بیشتر اما نگران وضعیت کنونی اند. شماری از باشنده های جوزجان میگویند که باید هر چه زودتر به این تنش‌ها نقطه پایان گذاشته شود تا مردم از این سردرگمی رهایی یابند. بلات و جنجال. خب اما قدر برتان میگذارم که والیای نوه شما ببینین بشناسین، والی بر حال پنشیر، یعنی والی پنشیر که از طرف حکومت تعیین شده، مقرر شده و هم حمایت خود از حکومت بر ریاست عبدالله عبدالله اعلان کرد. مگر ما در این قسمت بسیار ایران هستم که چرا اشرف غنی خاموش است؟ عالمی والیای خود اشرف غنی کجاستن؟ اینا برآمدن؟ من نمیفهم که سیستم از حکومت دکتر عبدالله به چی ترتیب است. خب منتها یک چیز بسیار افتضاح است. همچنان یک تعداد از نامزادان انتخابات ریاست جمهوری که اینا 100,000 تذکره را آوردن اما 3,000 رای بردن، 6,000 رای بردن، من نمیفهم 10,000 رای بردن. بزرگترین تقلب در امیج شما کردین هر کدامتان، یعنی دکتر اشرف غنی که زیر 1,000,000 و چند، باز عبدالله چقدر، گلبدینی هم چقدر، اما متباقی همگیتان 20,000 و 10,000 و 3,000 و 4,000 و 1,000 هستین. حال شما بیاین بگوین که حال شما چرا تقلب کردین؟ شما که 100,000 تذکره را آوردین، او 100,000 چی شد که برتان رای میداد؟ که اقلا هر کدامتان خو 100,000 می داشتین. مثلا من ترسنه میبینم، آقای ترسنه که بسیار یک آدم جالب است، گوام به فکر اعلان یک حکومت شاید باشه، او میگه که ما بسیار زیاد رای بردیم، رای ما کجا شده؟ حالا من ایران هستم که این رای از اینا، از هر کدامشان، برادر احمد شاه مسعود چرا از پنشیر نتونیست که تمام پنشیر برات رای بده؟ چقدر رای پایین بود؟ یا مثلا پدرام یا هر کدامشان. حالا چی شد تذکره 100,000 تذکره که به شما امضا کرد که اینش بگی تذکره من بگی، حالا کجا شدن؟ حالا ما چرا برتون رای ندادن؟ یک موضوع دیگه که در تلویزیون آریانا ایر از فیسبوکی ها شما به من نشته کنین، فرشته جان نازنین نشته کردی که دشمنایم در فیسبوک به مریضی کرونا دچار شوه؟ نه نکوت بدوا بیچارا را با نشان. اینا کسایی هستن که باید بیاین، باید در صفحه ما انتحار کنن، باید انفجار کنن. و یک نازنین دیگه که نشته کردی سجی طالبانی، ولا سجی آنقدر از طالبان نفرت داره، بدتر زنگ بزنم وطن گل، آنقدر سجی از طالب و کلمه طالب و طالب آدم خور نفرت داره که اندازه نداره. من نمیفهم که مرچر طالب طالبانی گفتی یا طالبی گفتی یا همچی چیزه، اما خیر است، هر چیزی که میگین ایتس اوکی. اما یک سوال من از شما میکنم، همی 400 چند نفری که در فیسبوک هستین بر من بگوین که وقتی اعلان شد که رئیس جمهور اشرف غنی است، چرا تلویزیون آریانا طلوع و یک انوز هم عبدالله را رئیس اجرایی حکومت میگن؟ چرا؟ من اینه میره ایت نفهمیدم. با مجرد که یک آدم رئیس جمهور میشه تمام پوستای دیگه کس و هم مگیش از بین میره. حالا چرا انوز هم شما اینا امی سه تلویزیون، امی تلویزیون طلوع، آریانا، آریانای افغانستان و همچنان تلویزیون یک دکتر عبدالله را هنوز هم رئیس اجرایی هم میگن؟ چرا؟ من میره نفهمیدم. خب هموطنهای عزیز بیاین که بریم صحبتهای باشین که من ببینم که از حکمتیار را بشنیم. حکمتیار در این قسمت که صحبت میکنه بسیار عاجز و نمیفهم به مرقمه که دل خودش میخواید در مورد حکومت صحبت میکنه و در مورد کترهای اشرف غنی. اشرف غنی گفت که اینه حکمتیار هم خود کاندید کرد مگر رای ناورد، به می ترتیب طالبان میگه که طالبان مگه خود برد در مناطق خود کاندید کنن رای نمیارن. به می اساس حکمتیار یک ذره عصبانی شد و به آرام آرام گپای خود از زد. بیاین که بریم گپای حکمتیار رو بشنویم و ما بر می گردم با شما می باشم. تلفون حال خواهش می کنم زنگ نزنیم، بعد از کلپایی که ما بر شما میگذارم بعد از او زنگ بزنیم. در کنم که زمانی که ما علیه نیروهای شوروی می جنگیدیم و حزب ما را دشمن به عنوان ستون فقرات مقاومت می شناخت. تکبیر! الله اکبر!
و دشمن اصلی حتی دشمن یگانه می پنداشت. ایدی که امروز به ما تنه می تن، او زمان در جلسات دکتر نجیب الله بر سخنرانی های او چک چک می کرد. در حالی که خود میگویند که آل زمانی است که ما رقابت‌ها را کنار بگذاریم، دست دوستی و وحدت به هم دیگر بدیم، ولی هنوز انگازه های سخنش در تالار پایان نیافته و ادامه داره که چند ثانیه بعدتر میگوید که با ما تنه میده که خوب اگر طالبان هم بیان به افغانستان در انتخابات شرکت کنن، نتیجهش همو خواد بود که از اسلامی پان رو بروشد. از یک سو دعوت به همدلی، همدیگر پذیری، وحدت و تلاش مشترک برای حل بحران، و سوی دیگری در یک خطابی که در یک سخنرانی که خوب یک کسی پیروزی خود اعلان میکنه باید محتاط باشه، هر حرفش را کنترل کنه، سنجیده بگویه. در مورد یک سخنرانی به دیگرها طعنه میده. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! حزب اسلامی افغانستان زنده باد! آباد حزب اسلامی افغانستان زنده باد! آباد تمام سلوا عدالت اسلامی افغانستان زنده باد! تا جایی که با ما مربوط است، ما خواهان کشیدن کشور از بحران هستیم. همه را دعوت میکنیم بیاین دست به هم بدهیم و این بحران خاتمه ببخشیم و جنگ خاتمه ببخشیم. اگر میریم به سوی انتخابات مجدد، بگذاریم که انتخابات شفاف و عادلانه باشه و مشارکت مردم هم در این وسیع، هیچ افغانی واجد شرایط هم از اشتراک در انتخابات محروم نشه. به صلح می رویم با یک موضوع روشن عادلانه به خاطر نجات ملت از این وضع دردناک. موفق و سربلند. خب بعد از اینکه صحبت های ای آدم راکتیار که تمام میشه، بعد از او با زوادارایش یک ده دفعه یا صد دفعه مرگ به اشرف غنی میگن. خب خودت باعث یک کاندید، باعث یک کسی که در اونجا هستی، باید بر زوادارایت بگویی که مرگ به اشرف غنی نگوی. خب اینه میان اونمو رئیس جمهور هست، چی بخواین چی نخواین، چی دلتان بخواید چی دلتان نخواید، اشرف غنی فعلا رئیس جمهور افغانستان است. اینال من یک پیام دارم به عبدالله عبدالله، محقق، خلیلی، دوستام، کرزی و همی گلبدین و دیگر چیرهایی که همگی شما اونا را مشناسیم. پیام ما ایست که بحران خلق نکنین. اموطن گل، بعد از اینکه صحبتم خلاص شد با زنگ بزنین. بحران بزرگ نسازین، وضعیت به جای نرسانین که خودتان هم از کنترلش خارج باشین، هم از کنترلش عاجز باشین. بحران خلق نکنین، بحران به وجود نبرین که باز خودتان از کنترلش عاجز بانین. جنگای داخلی مگر به یادتان است یا نیست؟ جنگای داخلی رو مگر فراموش کردین که شماها باعث جنگهای داخلی در افغانستان شدید؟ امی کسایی رو که من نام میگیرم کرزی خانه بود، امی کسایی دیگه که از کرزی هم بود. امریکا اگر حمایت نظامی و مالی خود قطع کنه، شما فکر کنید که اگر امی امریکا، یعنی بگه که ما دیگه نه کمک میکنیم براتون، امو خارجی ها رو، امو عساکر خودم از افغانستان اخراج کنن، بعد از او مثل سالای 96، خوب سالای 96 را یادتان بیارین که طالبا به عنوان یک نیروی منسجم داخل افغانستان میشه، با مقابل شما در میدان میایه و بعد از او با شما را میدوانه. اگر امرای طالبا بگوین پابوسی را شروع کنین و عادتتان از این شاخ به این شاخ میپرین، با این که سر قدرت بود پیش از این میرین او دیگه گپ دیگه است. جنایتکارا، غارتگرا، وطن فروشا، یعنی به سالهاست که شما جنگ و خونریزی را در افغانستان با کمک بادارای خارجی تان برا انداختین. به شرم این یک ذره کفایت میکنه. کسایی که طرفدار از اوستین یا از اوستین به ما غرض نیست،
مراجع به مردم افغانستان گپ میزنم که اینا میال در آتش میسوزن که چی گپ میشه؟ آیا جنگای داخلی میشه یا نمیشه؟ محقق وقتی که تو میایی استاد میشی و میگی که اگر تشنج کردن هدفت کی است از تشنج؟ تشنج منظورت از دولت ساز است، از امی حکومت است؟ که اگر اینا تشنج کردن ما 40 سال جهاد کردیم، خر ما امو بار برده. محقق میگه خر ما امو بار برده که باز بره باز میبره و چیزی از دست رفتن نداره. محقق باز از جهاد چرا گپ میزنی؟ شما جهادیا که چند نفر هستین که جهاد افغانستانه، ملت مظلوم افغانستان با مقابل شوروی استاد شد و جنگ کرد و شوروی رو شکست داد، یک چند نفر آل شما جهادیایی که سال 92 96 فراموش کردین، دهشت و وحشتی که در افغانستان کردین فراموش کردین، جوانایی که امروز در فیسبوک است یا جوانایی که امروز در افغانستان است، اینا نمیفهمن که شما باعث چی فجاهی در افغانستان نشدین. شما چند نفر جهادی فکر میکنین که قباله افغانستان به جیبتان است؟ شما چند نفر جهادی فکر میکنین که صاحب افغانستان هستین؟ جهاد کردین، آل از مردم چی میخواین؟ ار غلطی که میکنین توقع دارین که مردم بگه واه 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 چی گپایی ها میزنی؟ شما رو مردم میشناسه، باید یک آدم پیدا شوه که یک تاریخ از شما کثیفا نوشته کنه که در افغانستان چی جنایت کردین، چی خیانت کردین، چی وطن فروشی کردین به خاطر پول. ببینید که افغانستان رو به چی حالت رساندین. میگه دو نفر دوست خری دزدیدن، سر تقسیم به هم جنگیدن، آن دو بودن چوگر می زد و خورد، دزد سیام خرشان را زد و برد. شماهای کال سر تقسیم قدرت برای گرفتن قدرت در افغانستان میخواین که بحران خلق کنین، از این بترسین که دزد سیام خرشان را زد و برد نباشه. این از این مسئله باید بترسین. خب هموطنهای عزیز، صحبت های ما تمام شد، اینال میریم به سراغ تلفن های شما، ببینیم که شما هموطنهای گل چی نظر دارین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله سجیه جان، به سوال های دوباره اما یک چند ثانیه کردت دارم. به نام شما یک کار تگرفته بودم، میخوایم خلاصش کنم اگه اجازه بتین. فقط 4 کلمه اساسی عرض میکنم به احترام تمام دوستا و افتخار بر شما و اون صداقت و راستی شما. من اول به دوستای خود سلام عرض میکنم، خصوصا بر معروف صاحب و او یک آدم آقای دیگه چاره کار بود که زنگ میزنه حال زنگ میزنه. جناب معروف صاحب محترم، شما لطف کردین، ما شما زیاد بحث کردیم. انجینر صاحب حکمتی ها را بگو از طرف من و میشناسیم بگو، اما گفت که فرق بین توطئه و مقایسه فرق میکنه. او ششم غنی گفت که اگر شما هم بیاین طالبان را گفته مثل شما، این یک مقایسه درست بود که یک ترازو بود، تو ترازو بود کرده بود، این شما دشمنی حساب نکنین. این یک حرفی بود که من بارها ما به شما گفتیم که دیگه بنیادگرا در تاریخ جهان روی صحنه نمی آیند، به شمول گلبودین و حتی طالبان هم که نیستن، اونا چیز دیگه استن که چیرش دوست کس نمی شناسه. به هر حال ولی حرف اساسی را که من می زنم، یک کلبچه بود یک زمانی من پیغمبر خطاب کرد، من هستم ولی نه که این مدعی وحی شده باشم. من خبر درست بهتم او ایست که تا جایی که عقل قصیر من امکان قد می ده دولت توجه می مانه این سر و صداها به جایی را نمیگره و یکانه کاری که خوب شد و من او را فال نیک میبینم. دوستای عزیز و گرامی، که چهره های اصلی وطن فروش ها و آن کسایی که میگفتن ما تعصب نداریم دیگه تعصب دارن، که حتی سجیه جان بنا حق متهم ساختن، اونها گلمش و یا به اصطلاح خوب و نبودش به مردم شریف افغانستان وانمود شد که مجاهد کیست، اشرار کیست، وطن فروش کیست، وطن خواه کیست، انسان در کدام وضع در کدام زمان باید تحمل حفظ کنه که می باید کرد، اونا نکردن و نمی کنن. اونها انتقامش شما ملت عزیز در نظر داشت
باشین، منتظر باشین که اینا را به نام خائنین ملی یاد میکنه. قانون به وضاحت اعلام میداره که اینا کشتارش درست است و اینا باید مجازات شوند. ولی حرف اساسی در ایست که بیرین بگذارین بجاز خدای که شما میگیم و من به ما اعتقاد داریم که ندارین اکثرتان. من بد میخریم شما راست بگویم که امروز همون اشرار دیدیم خوب است که بیایه باز موالت برای شما بیاره و دوایی که یک آدم که او نابغه و چی و چی یاد شده و او زیادتر یک آدم تشکر آقای کیوان، یک دنیا ممنون از صحبتایتان، بسیار لطف کردید، تشکر که زنگ زدین، تشکر بسیار زیاد. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام استاد جان، اگر دوم زنگ بزنید شاید اگر وقت باشه نباشه. تو یک دقیقه خواهش میکنم بگویید صحبتایتان. راستی یک موضوع بسیار خوب شما گفتین، یوتیوب هم بازم میفیسد و مردم هم ملتار هم گفتم بکنم به هر کسی لیکن اگر قانون اساسی در سال یه سال غلط ساختن سایزه جان بخاطر از اینکه سنگ ماندن از هم تیر شدن. خب من میری ساختم قانون که کسی که یک نفر در انتخابات شکست کن بار دوم خود کاندید کردن نمیتونه اون از حکم امریکا ولی ولی هم کار نکردن دیگه باید مادی بدون شدافه می ساختن که کسی خود کاندید میکنه به ریاست جمهوری کم از کم وطن گل. تشکر از تشکر خانه شما ما باد وطن گل. بله بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام سجیه جان، قندستورتون. سلام جانم، شما چی حال دارین؟ اینا لب ایلک یک خانم برای خط آمد، are you kidding؟ بفرمایید. تشکر بسیار زیاد از برنامه مقبول و آموزنده تان، یک جهان تشکر و آمدیم برای سی تا لندقرا. آها اولی که لعنت خدا باید گلبودین قصاب کابل، لعنت خدا باید دوستان که بنام گلمزیان مشهور بود، لعنت خدا باید حضلال بنام اشار ما این مشناختیم و اینها کارنامه برداشتن مردم افغانستان متنفر هستن. بس چون این گریم بگیریم خورک شویر باور کنن، پس ما افتخار میگیم به اشرف غنی جناب که جهان دیده است و کارنامه خوب دارد و باید افتخار ما سید جمهور اشرف غنی. نه که گریان خندم، چرا گریان گریان میکنی در این روز سنده بانه ما گریان نکن باید من جگر خون بسازی نه که گریان جانم، تشکر گریان مگر نکن. اموطن گل برای خط هستین، خواهش میکن بفرمایید. سجاد جانی نازنین، سلام و احترامات. آقای رایی گل چی حال دارین؟ چطور هستین؟ صحتتون خوب است؟ تشکر بد نیستم، خوب هستم. که بفرمایید. یکی گذاره کده میرم همی تندور عین و غین بسیار گرم است، ما میخواییم امروز یک دو تانان بختر کنم. چرا نه؟ بفرمایید. من ادرم ایتر از که میگم هموطن خیلی بیا تا که یکان کار کنه. من و تو ما شده و میهن اعمال کنه. به به عین و غین نیست و فکری وطن ما و شما، خدا از خواب گران یک کمی بیدار کنه. پشتون و تاجک و ازبک همه با هم باشه، این جهان را وطن واحد و یک پار کنه. هم وطن خیز بیاختا که یکان کار کنه، دهن عین و غنق را پل نسوار کنه. پرچم علم و هنر دانش و آزادی را بر سر بام جهان همچون نمودار کنه. ترک و ببرگ و لایق و جلاد امین، زر بودین و ربانی همه را مار کنه. اون خلیلی و محقق و سیاف عریف، دیششان بر کنین و بر سر خرس وار کنه. بابا وزن خیز بیا تا که یکان کار کنه، همه ترامب خبیش را پل نسوار کنه. بابا
همه بدبختی ما از ستم شیخ و ملاست. حیبس از روزی که این فتنه را سنسار کنیم. هر کجا دیدی نفاق تفضل ریشوی خبیست. چپه بر خر بنشانید رسوای بازار نیم. خر دجال بود داعش و طالب همه جا لعن و نفرین هزار بار بشار کنه. علی بود نظر من تشکر. بسیار شعر مقبول زیبا. یک دنیا ممنون سپاسگزارتان آقای رایی گل. تشکر میکنم از شعر مقبولتان. بسیار زیاد تشکر. با مان خدا. با مان خدا رایی صاحب گل. با مان خدا. بیننده عزیز برای خط هستیم. خواهش میکنم بفرمایین. سلام علیکم. سلام. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بفرمایین. الحمدلله. تشکر که با ما وقت دادین. خواهش میکنم. موضوعات را که شما مطرح کردین همش باید دقت شود، ولی موضوعات هم شما باید دیگر کسی گفتن یک کتاب گرد دارد. من فقط یک چند کلمه راجع به اعلان پیروزی آقای غنی و عبدالله اگر اجازه شما باشه عرض کنم. چرا نه، بفرمایید. بله، من مقاله که کوتاه نوشته کردم اگر یک کم خواندم بخشید. بله. دو موضوع، دو غلام فروخته شده، آقایان غنی و عبدالله در حال پیروزیشان را جشن میگیرند که در 5 سال گذشته حکومت وحدت ملی حدود 50,000 نیروهای امنیتی کشور به قتل رسیدند، 3,000 ملکی و غیر نظامی کشته شد. افغانستان در لست مفسدترین و ناامنترین کشورهای جهان شناخته شد. در حدود 3,000 جوانان تحصیل یافته کشور را ترک کردند. 70% مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. فساد دولتی بیدار می کند. از همه مهمتر این که بعضات یک پلان بسیار دقیق و سنجش شده جنگ و دهشت از وزیرستان ها و شمال افغانستان انتقال پیدا کرد. ضمناً نتیجه کمیسیون انتخابات که مسئولیتش شرکت درملوک در اختیار داشت 300,000 رای را باطل اعلام کرد که کمیسیون انتخابات خانم نورستانی به این مهر تایید گذاشت. ولی آقای مسلم یار با شنیدن این اعلام گفت که من سر پدرتون این 300,000 رای حساب کرده نیستم، چنانچه که کرد. فلیازا قرار معلوماتی که من دارم در حدود 10,000,000 نفر واجد شرایط رایدیگی بودند که از این جمله فقط 1,500,000 نفر شرکت کردند که در حقیقت و انزجار و نفرت مردم از این دو زعیم قلابی و عجیر بیگانه نشان میدن. دیگر این پیروزی از اینا که بخواهم تجلیل بکنم بسیار شرم‌آور است، بسیار قلابی و این ملت بر افغانستان قابل قبول نیست. تشکرم وطن گل از نظرتان. من ما یک گفته دیگه که کوتاه دارم. یک سیاست سپیلن جریان داره و من هم میتونم بر از این آدم چینه و یک حریف بگذاره. او سیاست دیست که هر کی در حلقه ما بود آدم خوب مبرا از گناه و انسان دانشمند، و هر کی خلاف از حلقه ما بود آدم خائن و تن فروش و نادان است. من به نیستی اگر افغان مسلمان که به شما صحبت میکنم. وقت خوش براتون میکنم. تشکر، زنده باشین. از نظرتون یک دنیا ممنون و سپاسگزارم وطن گل. بیننده عزیز برای خط هستیم. خواهش میکنم بفرمایین. سجیه سلام علیکم. سلام هم وطن گل. چی حال دارین؟ ما خوب است. مهربانی بفرمایین. ما یک چیز رو باید یادآوری کنم کمی. اساس سیاست افغانستان کج گذاشته شده. هر کس رئیس جمهور میشه چرخی قایم میگیره و فقط کون خود به نه. هموطن گل شما افت کلام مرد نکردیم، قطعتان کردم. هموطن عزیز بری خط هستیم. خواهش میکنم بفرمایین. بله سازه، سلام علیکم. سلام، چیل داریم؟ میره باری زنده باشین، بفرمایین. اولا خوب بیچار زیاد برنامه خوب دیدنی. زنده باشین. تقلوش بیروزی و کامیابی دکتر صاحب عبدالله را تبریک میگم به ملت غیر افغانستان. من کامیابی را برشم از جانب خداوند میخوایم که ایسه وزیفه ایره که برشان از طرف ملت افغانستان داده میشه
حالا به نظر شما وطن گل روز پنجشنبه اشرف غنی رئیس جمهور که شده عالی حلف وفاداری یاد میکنه و دکتر عبدالله با کجا این کارو میکنه؟ شما خبر داری؟ دکتر عبدالله رو کسی که ملت میخواهی اشرف غنی در کجا؟ اشرف غنی خود در کابل، اما دکتر عبدالله در کدام ولایت حلف وفاداری؟ وام در کابل است. وام در کابل است، یعنی وام در کابل حلف وفاداری در امروز یاد میکنه؟ شما مستقیم تلویزیون جور کردین به اشرف غنی؟ نه بابا، اشرف غنی این سعی کنین هموطن گل، من شما رو میگذارم که شما میایین راجع به عبدالله تبلیغ میکنین، من چیز نمیگم، اما من که وقتی میگم که او که حرف وفاداری در کابل یاد میکنه، دکتر عبدالله در کجا یاد میکنه، شما فورا مرد طرفدار اشرف غنی میسازین، سعی کنین من چی بگویم دیگه؟ نه روز پنجشنبه برین اخبار رو ببینین، اخبار رو ببینین روز پنجشنبه حلف وفاداری است. روز پنجشنبه سجاده تبلیغات شما، ما خو اخبار رو تعقیب میکنم برادر گل، ما از دلم نمیام چتیات خو نمیگم، خواهش میکنم شما خوردن اگر بشین به برای خبرا رو که میگم من خبرای تلویزیون تلو رو بشین که نگا سلام معلوم نیست کدام روز دنی مدت پیدا تو ما براتون اگر پیدا کردم که در کجاست بزین حال با شما یک کار کنین میخواین که شما تلویزیون تام شما تلویزیون چک دای بله معمیره میخوایم که اتحاد و اتفاق بیای بران نباشه، اگر یک بازنده بازنده و برنده شما تبریکی رو تر نه گمش کنین از من سوال نکنین، آخر برنامه است بسیار خسته شد گمش کنین این یک بروی کلمه از بشتر شما ویدن اشرف غنی را انداخته نه یا خیلی از این چیز این مهان آل مهان درون که کش از طبقه از رای من نمیدیگه بکن که کش از تاجیکار بلان که اینه بدم کم کرد شما از ما از رایدی ها و تاجیک ها دیدیم به موجه بود که چه سر کنن اما در دلان رئیس جمهور همه قسمت شما بوده نگید رئیس جمهور سعی کنین اگر شما رئیس جمهور اگر شما رئیس جمهور قضاوت میکنین به صحبتایی که در امی مجلس کرد و باز چیغ میزنه و داردار میکنه او یک چیز است، اما اگر در مراسم بسیار رسمی خارجی ها اگر شما صحبتای رئیس جمهور ببینین بازم چی قضاوت نمیکنین؟ من گوش کنم صحبتای دکتر عبدالله شما بوده نه صحبتای دکتر عبدالله با اشرف غنی زمین آسمان فرق داره، ما دیدی از اردوشان دیدی حمایت نمیکنم، حقیقتا میگم وقتی شما صحبتای اشرف غنی را با صحبتای دکتر عبدالله مقایسه کنین زمین و آسمان از در امی سینن بود یا کجا بود که آمد اشرف غنی گپ زد یا در پاکستان، باور کنین پاکستانیا نوت میکنن صحبتایشان، ما خو میبینم به انگلیسی گپ میزنن، شما یک ذره تحقیق کنید. نمیکنم تایید برادر گل، نمیکنم تایید باور کنید هموطن گل باشین، من یک چیز براتون میگم، خداوند در افغانستان در مملکت ما هر کسی را که یعنی پروردگار عالم حاکم بسازه که مملکت ما را از بربادی نجات بده، مملکت ما را از فقر نجات بده، اینی آرزوی ما است. ای که احمد است یا محمود، شما باور کنین که دولت ها همی کسایی که رئیس جمهور میشن اینا میرن و میاین، مگر ملت در جای خود است. ما و شما راجی به ملت باید فکر کنیم، سر مردم افغانستان فکر کنیم که اینا بدبخت نشن، 40 سال است که قربانی دادن. این هدف من نه به فکر ما طرف اشرف غنی است نه عبدالله، مگر ما میخوایم که هر کدام از اینا اگر مثلا خارجی ها بگن که نه اشرف غنی اشتباه کرد و دکتر عبدالله رئیس جمهور شد و بده، ما فقط آرزوی ما ایست که یک کس در رأس حکومت بیاید که مملکت مردم از بر نمیگفتم باور کن که قابل قبول استقبال تمام نمیدنین برای که در تلویزیون شما را میبینه اینه میگه شما مکمل بگید تشکر ما فکر کنین سایت جان امی جان روزوهر زیت جنایی که بود چقدر این قاتلین درزا اختصاصی گرفت دیدگیر کرد امروز در کجاست؟ خانه میشینه نه خب باید تو نکنن دولت هم باید فکر خدا بگیره تو نمیکنن نه اشتر آقایی اگر میخواه که مردم در قشت شستوا باشه اونمو مردم ازش کار بگیر بله بله اونجا نورا کار بگیر نور دی کماندان رو قول وردی ریک نه در مزار قیم کرد باور با خدا کن کلمه خدا یاد نه سوا با خدا یاد نه دارم سید تشکر هم وطن گل من یک دنیا ممنون سپاسگزار از تلفنتون و نظرتون زنده باشین با من خدا بیننده عزیز برای خط هستین باشین که من تلفن باز خراب کردم تلفن خراب میشه باز یک پرابلم میشه دیگه ساری برنامه زنده است چی کار کنیم دیگه مجبور است برنامه زنده همین کارا میشه خب به هر صورت فکر میکنم تلفن درست شد بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین سلام بفرمایین شما بفرمایین بفرمایین من
سالهای نزدیک که تایان موقعه هر زمانی که مسئله انتخابات بوده سر کله عبدالله پیدا شده و بایی خوده مستخ رسد جمهور داد کارکی داده اما شما از این پرسو کنید که در طول از این مرد این چی خدمت برای مردم افغانستان انجام داده که مثلا این خود یعنی منظورتان کارنامه ایش چی است که چی کارنامه در امی مدت کرده بله عمل کرد و کارنامه ایش چی بوده خسار زمین گپ میزنین شما یعنی خدمت هم یعنی کلا باشه ما یعنی ما بسیار از خطا میگم ما کدام چیز ندیدیم یا نشنیدیم خدا بخدا 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 تشکرم وطن گل از تشکر زنده باشین مهربان هستین وطن گل برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید سلام علیکم سلام چی حال دارین خوب هستین من حسینی هستم از جرمنی موفق باشین میخواستم که راجع به این مسئله صحبت کنم که آقای اشرف غنی قبل از اکثر قدرت در آمریکا 4 پست کار میکرد مشاور وزارت خارجه بود رشته علوم سیاسی در ورجینیا درس میداد در دانشگاهش و مقسم امکانات آمریکا در آسیای میانه بود و مشاور وزارت خارجه بود در بانک جهانی هم کار میکرد در بانک جهانی معاون بود بله و همچه بدار وقتی که آمد مناسبات ما خیلی باش تیره شد برسا جریانش طولانیست ما نمیشناختم به صورت من سال 94 با یه آشنا هستم یک وقت دیگه متوجه شدم که این سخنرانی که در کاخ آمریکا واقعا من افتخار کردم تو ما هم چه آدمی داریم واقعا در دنیا حقش بوده که رئیس سازمان ملل کاندید کرده بودن بسیار موفق بوده این مصاحبه های اخیرش هم که شنیدم واقعا من شدم ما که چه شخصیت رو ما داریم از دست میتیم یعنی ما آدمی که 10 سال بیشتر رابطه هم با او قد بوده 10 سال چی که تقریبا 15-16 سال میشه این سخنرانی هایش این صحبت هایش من اصلا باورمند ساخت که ما هم شخصیت باید بهش افتخار کنیم افغانستان الترناتیف برای این نداره یک مثلا دوم آمریکا میلیاردها دلار خرج کرده که دوستم روی کار بیای یا فلان و فلان و فلان این عقل خدای رو بده کار پس این مردم تشکر یک دنیا نظرتان بسیار نظر معقول بود یک دنیا ممنون سپاسگزارتان از تلفنتان بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید هلو بله هلو جان ما بفرمایید سلام مرواز زرمانی شما را دعوت میکنم اگه اجازه باشه یک دو دقیقه ما چرا نه هزار دفعه یا دو دقیقه نه خواهم دونیم دقیقه بفرمایید دوباره من مشکلم با عینقا نیست عینقا خب معلوم است ما اشرف غنی بسیار تعریف کردم دوستی عزیز خب نظر شما صحبه شد احترام دارم اولا موفقی بیمشو در امریکا موفق باشه از بانگ جهانی موفق باشه اما مشکل افغانستان خیلی خیلی بزرگ است افغانستان نمیتونه از اشرف غنی موفق باشه از نگاه فکری هم نمیتونه موفق باشه چون از نگاه قومی بسیار کسا بگنم هم فاشیست هست آدم فاشیست که بسیار در افغانستان موفق باشه مشکلات افغانستان به این باشه از تعراق کنم چرا این مشکلات وجود داره چرا مردم افغانستان چرا ازبک ها برن به طرف دوستوم از آرام برن به طرف خلیلی و تاجک ها برن به طرف های آخه اینه می خارجی ها در وقت کروسا در افغانستان نه این باور نردن مشکلات بریوادی افغانستان است که از سراب خبر بود خراب بود از زمان دایر و داوود و بعدن تا امروز یکی از مثال هاشم چرا فرض میکنم ایز اسلامی بود دارد ایز جمعیت اسلامی عبدش یک عقیده عبدش یک اسلام که نکش پشتون از تا این واقعیت های افغانستان رو بایی باید دست پنجه نرم کنیم و بایی واقعیت ها رو قبول کنیم به طرف رای حلش کنیم رای حلش غنی سفیصد نیست او عبدالله هم نیست ملت افغانستان رو با اعتماد صادق کنیم با انتخاباتی عادی رو بیاریم به اقوام دیگر برایشان غور از شهروندان رو درجه یک حساب کنیم ازبک تاجیک هزاره پشتون در قدرت سعیم بسازیم این مشکلات
هیواد است که در طول تاریخ مهنه و غنیم که آمد این کار را کرد که دیگران کرد. تشکرم وطن گل، یک دنیا ممنون، سپاس از گذار از نظرتان. دیگر میکنم آخر وقتان میریم که ما ضرور بریم برای مزید که غنی بهتر از عبدالله بدتر، از عبدالله بهتر از غنی بدتر، این مشکل حل نمیشه. نمیشه بله. باشین که ببینیم که در هفته، در یکی دو هفته، سه هفته یا یک ماه آینده صلح طالبا با امریکا چی پیامدهایی را میاره. منتظر باشیم اینا را، بارین که هرچی که فکر میکنن. خب باشین، تشکر. یک دنیا وطن گل. احمد شاه جان شعاب نوشته کردن که از زمان داود خان که کار احداث، یک دقیقه صبر کنین هموطن عزیز، یک دقیقه. نشکرن از زمان داود خان که کار احداث بند سلما هرات آغاز شد، در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق بار بار به ده‌ها میلیون دلار ماشینالات این پروژه در زمان جهاد چور و چپاول شد. این پروژه در دو سال اول حکومت کرزی تکمیل شد، اما دولت ایران ماهانه میلیون ها یورو برای مخارج دفتر کرزی تحفه می داد تا پروژه بند سلما فعال نشود. اما این دکتر اشرف غنی بود که مردانوار و با جرأت تمام این پروژه را در سال دوم ریاست جمهوریش افتتاح کرد و به بهره برداری سپرد. آیا این کار اشرف غنی قابل تمجید نیست؟ همین حال کار تکمیل شدن بندهای برق کمال خان، کجکی، بند برق کروه و خیرات، بالای دریای هلمند و ارغنداب و هریرود به شدت جریان داره که فغان دولت ایران کشیده شده. ای احمد شاه جان شعاب گل، برادر عزیز نازنین از دبی، پیامشان بود. بله بفرمایید بیننده عزیز، بری خط هستیم. سلام سجیا جان، سلطانه گفت میزنم. سلام سلام عزیزم، چیال دارین؟ خوب هستیم؟ تشکر، باز ممنون از یکی از پروگرام های خوب دیگیتان. زنده باشه. حتی که من از قدم اول میخواستم شما تشکری کنم و باید یادآوری کنم که یکی از خصوصیات خوبتان که شما هیچ جانبدار نیستین و تعصب نژادی و زبانی و قومی هرگز ندارین. زنده باشین که امیر خود متوجه شدین. بله بله حتما. تشکر. تو پروگرامتان دیدیم از امی خاطر مستون پروگرام دانست این طرفتر میبینید. تشکر عزیزم. و از دیگه و دوم درباره انتخابات میخواستم بگویم که این انتخابات که صورت گرفته و قسمه که شما هم گفتین از محمد نورم تایید کرده که امی تمام اعضای کمیسیون از هر حزب و از هر اقوام بوده و یه جرای گیری صورت گرفته و نتیجه اعلام شد. حالا نتیجه به نفع هر کی که بوده نتیجه اعلام شد و زمور انتخاب شد. حال سوال می ایست اگر این نتیجه به نفع دکتر عبدالله می بود یا به نفع حکمتیار، آیا میتر در این شکل اجازه می دادن اشرف غنی دوباره در مقابلشان جبه بگیره؟ نمی دادن، هرگز نمی دادن. اگر اونا اعلان می شدن بحث یا عبدالله یا حکمتیار، شاید که اشرف غنی برشان تبریکی می داد. حتما یا شاید برشان تبریکی. تشکر عزیزم. در قسمت ای که میگن که تقلب در گرفته در تمام کشورها، اگر در پاکستان باشه یا در ایران بوده یا در هر کشور، تقلب کم و بیش وجود می داشته باشه، ولی بعد از یک نتیجه اعلان میشه میگن که باید تقلب بوده و چطور چنان، ولی به این شکل جبه که برن در یک ولایت دیگه کشور و در اونجا دیگه حکومت برپا بکنن و مردم به حرج و مرج بیارن و بحرانی بسازن هیچ وقت نشده. من نمیفهم که مردم افغانستان ما بیچاره چه وقت از این حالت بیرون میشه، چه وقت جنگ سالارا از این کارا از این جنایت های خود دست میگیرن. بانم کمی اشرف غنی اگر به تقلب از به هر چیز آل انتخاب شده، آل اعلان شده، بانم کمو کار کنه. اگر بسیار که مردم خود دوست دارن، افغانستان دوست دارن، در پولی اشرف غنی برن کار کنن، اشتباهات اشرف غنی رو برش بگن که یه اشتباهاتی کارت غلط است، کارت درست است، کمک کنن. خب بیاین که ببینیم که در هفته های آینده چی گپ میشه. منتظر هفته های آینده باشیم که هر روز یک تحول در افغانستان میاید. یک دنیا عزیز دلم، تشکر از تلفنت، بسیار لطف مهربانی کردی، تشکر. بابر جان تیموری نوشته کرده اگه زن می بودم می گفتم الله صدقه سر چمش. همی حالا هم بگو عزیز دلم، اتس اوکی. بیننده عزیز بری خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام سجیه جان خان. سلام. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ تا آخر عمر شما لازم نمیدونم صحبت کنم. او بیشتر صحبت کردم ما حسینی سر از آلمانش بابا گفت که آقا باید فکر کنه که ریشه کار از کجاست. ریشه از همیشه خوب مشخص است که دولت داشت پیش میره در زمان داوود. همین کسایی که دم از حکومت خلق و مردم میزد با چی فجایع حکومت چپا کردن از بین بردن سرنگون کردن آمدن سر قدرتی بدبختی ها محصول همون دوره است که کلگی میگم گناه زارخان داود خان است. تشکر جاری من از تلفونتن تمام شد صحبتایتن؟ بله تشکر. زنده باشین مهربان است. این یک دنیا تشکر. خب برنامه به آخر رسید و یک چیز باز هم ما یک آرزو امید بازم دعا به دربار خداوند دارم کمی یک هفته را که اینا کاهش خشونت نامش ماندن ای به یک آتش بس تبدیل شوه و جنگ ها در افغانستان خاموش شوه. امروز در افغانستان هر کسی که لطفاً به نمبر آفیس زنگ نزنید، من اون نمبر را صدایش میام اون نمبر، هر کسی که امروز در امی سلسله گپ از پیش میره وقتی به اون نمبر زنگ زده میشه، در افغانستان 40 سال از جنگ است، در افغانستان 40 سال از بدبختی است. این بدبختی ها باید دیگه خاتمه پیدا کنه که مردم قربانی میتن مردم. بله بیننده عزیز بری خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. بفرمایید. من از فریمانت گپ میزنم. سجیه جان شما گفتین بین عبدالله و ابی امشیری پیشتر که گفت است که بین خود بشنن گپ کنن، حالا باشد کمی که زمینه مساعد باشه که یا بشن هم اگیشان یک حکومت درست و صحیح را بسازن. حالا من فکر از این را میکنم که حالا باز اینا منتظر پمپیو و وزیر خارجه امریکا نباشه که باز دستشان را به دستشان بتن و بگوین که این باز حکومت وحدت ملی به خاطر از این که بحران از بین ببرن بایدی کار نشه دیگه. بله باز زیر کاسد این کاسه است. من که میبینم از سال 1357 و این طرف در افغانستان یک گیم روان است. بله. گیم فقط مراحل را تایی که زمیره به بناهای مختلف شما ببینید 12 ماه فکس با طالبات 12 ماه مکمل اینا دویدن و دویدن و دویدن بالاخره توافقشان برای یک هفته آتش با یعنی کاهش خشونت شد. وام کاهش خشونت؟ اینا شما ببینید هم خشونت هم کاهش داره؟ نه بابا، اگر مثلا اینا میگن که ما 100 نفر رو نمیکشیم 20 نفر رو میکشیم. بله اینمی فقط من که فکر میکنم برای من چیزی که عکس میزنم اینمی است که فقط یک گیم که از طرف از طرف خارجی است. یک چیز بسیار واضحی است، یک سریال است که ادامه داره. تشکرم وطن گل ما، یک دنیا ممنون و سپاسگزار. بفرمایید برای خط هستین وطن گل. سجا جان خان سلام. سلام جان من، چی حال دارین؟ بگرام هایت همیشه میبینم واقعا که همه چیز که میگی حقیقت است و هیچ وقت طرف واقع نشدی و با می خاطر ما همیشه طرفدار هستیم، همیشه دوست داریم. Thank you. و من یک چیز می خواهم ذکر کنم که مردم افغانستان مو اشتباهی را که در دوران امان الله خان کردن دوباره تکرار نکنند. بگذارن که همی آدمی که انتخاب شده همی مملکت آباد کنند. یقینا. تشکر جان ما، یک دنیا ممنون از محبتتان. زنده باشین. تشکر جان ما، با مان خدا. بفرمایین برای خط هستین. هموطن گل بری خط هستین، بفرمایین. هلو. اوکی. بفرمایین بری خط هستین. بله سلام علیکم. آه سلام علیکم، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شکر شما خوب هستین. زنده باشین، مهربان هستین. بفرمایین. دیگه من این دفعه در همین تلویزیونتون گرفتم. اوکی. از خاطر همین چیز که من از اکتر آقای غنی و آقای عبدالله رو یاد داشتم. اینا آقای غنی خب برنده از طریق کلگیش معلوم شد و آقای نسی خود خود معرفی کرد آقای عبدالله. بله؟ بله مشنم، ما منتظر شما هستیم که زوز صحبت هایی تا نکنین هم وطن. خب به من اتانه آقای که نیزی که معامله شده کرده امریکا و بین طالبا یا میخواید که یک منافقت انجام بدن همون مجلس چکی را از بخش برن و
اگر شما دیده باشین در تلویزیون ها و تلویزیون ها فعال و خودشان نمیدن خود چپ گرفتن و باز جای ها اما مردم اکاسی کردن هم گرفتن که یعنی تشکرم وطن گل ما از تلفونتان ما چون وقت برنامه گل گلزارت ما مجبوریان از موضوع شما مرخص شوم امرای بیننده خداحافظی کنم بازم از تلفونتان از یک چیز براتون بگم خب بله آقای غریب برنده است و طالبا مدلی است و اینا یک رای برای خود رای فرار جور دادن بیتونی از این کابل رای فرار و بیتیاری از یا همین از سیارات پایشان میکنن تشکر جانم تشکر از تلفن تان یک دنیا ممنون خب هموطنهای عزیز بعد از دیگه تلفن ها را جواب نمیگم برای اینکه وقت برنامه تمام شد باز هم از جهان سپاس از شما هموطنهای عزیزی که اگر مخالف بودین یا موافق بودین لاین ها را اشغال کردین دیگه نمیگین به خاطر اینکه برنامه گل و گلزار است برنامه گل گلزار رو ببینیم بعد از برنامه ما برنامه فوق العاده است یک هموطن گل بسیار 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 چندین بار یک فیلم هندی را فرمایش دادن که اون فیلم من خودم بسیار دوست دارم و صد بارم که اون فیلم ببینم خسته نمیشم به نام یک فیلم زینت امان شیشی کپور به نام شتم سوام سندرم یک فیلم فوق العاده جالب است شما اون فیلم ببینین کسایی که در فیسبوک برای تقریبا دو نیم ساعت هم رایم هستین یک جهان از شما تشکر میکنم قربان محبت هر کدامتان دوست دارم این بود پروگرام هفته ما که امیدوارستم مورد باشین که پیش از اینکه خداحافظی کنم بازم یک دعا کنیم در حق ملت و مردم بیچاره افغانستان که اینا با 40 سال است که جنگ تجربه کردن 40 سال است که خانه هایشان از بین رفته 40 سال است که مردم مهاجر شده 40 سال است که بیوه شدن 40 سال است که یتیم شدن بس است بس است بس است بحران با وجود نبیارین امرای یکی دیگه بشیرین مثل مردم های متمدن سیولایز گپ بزنین آرزو و امید ما ایست که خداوند یک صلح دائمی را در افغانستان بیاره که ما دیگر نبیایم و در اینجا طالب آدم خور نگویم یا محقق کثیف نگویم یا دوستم جنایتکار نگویم یا اینا را دیگه استاب کنم برای زی که من سال 1992 که نمی گپ میزنم و از اون سال من قسم خوردم تا زمانی که من به تلویزیون هستم من اینا را گفتم میرم برای زی که اینمینا باعث بربادی افغانستان شدن اینمی رهبرهای خود فروخته باعث تولد طالبای آدم کاش شدن اگه اینا از پاکستان آمده بودن همدیگر در آغوش میگرفتن میبوسیدن مهاجرین از پاکستان میخواستن از ایران میخواستن چرا مملکت ما امروز برباد میشد مملکت ما شما نمیبینین که برباد است یک طوفان رو نمیبینین شما یکی یک چند بلدنگ میبینین و یک چند تلویزیون میبینین و ستاره افغان میبینین و این میبینین او رو یک طرف بانین طوفان میبینین که در حالت آمدن است و خداوند این طوفان نبیاره پشت سر هر شب ظلمانی یک روز روشن است خداوند افغانستان از این مصیبت خلاص کنه مردمش از این مصیبت خلاص کنه و هر کسی که بر افغانستان خیانت میکنه به مریضی کرونا چی که به اقسام انواع مریضی هایی که فورا همیت دای کنه خداوند گرفتارشان کنه بیرون دای عزیز نازنین این بود پروگرام یفته ما که امیدوارستم مورد پسند شما قرار گرفته باشه تا هفته آینده سر ساعت 11 که باز هم میمان خانهایتان میباشم هر کدام شما را به خداوند کریم را میسپارم هر جایی که شب است شبتان خوش هر جایی که روز است روزتان آفتابی خداحافظ بابای لوف یو